سرمان کم آقا درود بر تو خیلی بعد گفتی درود بر تو یاد این سریال های تولید داخل افتادم درود بر تو ای کس چطوری؟ شما خوبی؟ هی بعد شد ما بالاخره یه فرصتی شد و یه جایگاه و جایی به وجود اومد یه نیمچه سفری رفتیم یه نفسی تازه کردیم و این اواخر هم نرفتیم موقعی که شما داریم گوش میکنیم قبل رفتیم توی بعد هم رسیدم به همونطور که میبینید رو فرم برگشتم دوباره تا این آب بشه مقدار طول بیکشه ورزش هم الان نمیشه نه بعد تو این وضعیت میرفتی ولی رفتی دیگه خب سعیمون رو میکنیم که کنترل شده و با حفظ پروتکل های بهداشت. بهداشتی بهداشتی پروتکل دیدی همه دوست دارم بگن پروتکل های بهداشتی بالاخره نمیشد دیگه واقعا داشتم کپک میزدم خب آه همونطور که میبینید ما الان دکور رو عوض کردیم و میخوای توضیح بده تو این مدت چه اتفاقی افتاد تو این مدت خب ما یک فصل کاملا متفاوت و پشت سر نسبت به آن چیزی که در گذشته کار کرده بودیم و سه فصل اول بازخوردار دیدیم نظرات رو در نظر گرفتیم و سعی کردیم تا جایی که میشه اونا رو لحاظ بکنیم توی تولید جوانب مختلف پادکست چه بخش فنی بخش محتوایی و هر چیز دیگه که هستش دکورم که میبینید شاید یه اسنیک پیکی باشه از راهی که داره بازی سنتر ادامه میده پرقدرت و در ادامه خیلی پرتر و قویتر خواهد شدش این یکی از چیزهایی که من میدونم بچه‌ها برنامه‌اشو سفت و سخت چیدن ما تابستون خیلی خیلی تابستون سخت سخت سختی بود پرکاری آره بید. چون به خاطر اینکه علی عباس خود من خود جناب علی ریکاوری زیاد کردیم آره من <تصفيق> <سخت>. <تصفيق> داخل <applause> و این خیلی سخت بود اصلا این هر روز آیتم تولید کردنه اما اولش هم, هم میدونستیم آخرش به <applause> به این وضعیت دو چار <applause> میشیم ولی <applause> 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 دیگه خوبه الان دیگه هم آخرشه باز چیزه خیلی چیزا دستمون اومده و باز خورده هی گرفتیم خیلی خوب بوده فکر قلن... هیچ کم نکرده بود تا حالا 90 تا کلا کسرا از این ها دوست داره برای خودش ایجاد بکنه یه ذره موتیویت بشه برای کار جدی و تر کردن قدیمم از این تضای هومی داد یه خروجه مثلا راه مینداختش تو وسطش می, می بچم کوری کردیم اینو راه انداختیم حالا بعد جمعش کنیم تا تهش بریم دیگه <تصفح> ولی خب برنامه خوبی بودش یعنی کسایی که به خصوص یوتیوب بازی سنتر رو دنبال کردن این از این جهت هم میگم یوتیوب که اصل ماجرا داره اونجا پیگیری میشه و به جز اینکه خود سایت هم خب بالاخره مطالب و ویدیو و هر چیز دیگه که تولید میشه قرار میگیره تو یوتیوب خیلی از لحاظ تصویری و از محتوایی هم چه از جهت اینکه پر مخاطب باشه چه از این جهت که اطلاعات درباره زیاد نباشه بشه یه در از فرهنگ سازی هم صورت بگیره و چه زحمت کشتن و کارا رو انجام دادن این چیزی هم که الان میبینید از پادکست و به این شکل دوباره فصل قولمون عمل کردیم یه قبلی ها رو گذاشتیم آره خیلی ما درخواست داشتیم که علی عباس درخواستشیم آره درخواست داشتیم که فصل های قبل و قسمت های قرار بدیم حالا شاید دیگه از موضوعی به روز نباشن و گذشته باشه ازشون ولی خب خیلی دوست داشتم برن سراغش من خیلی نوشاداموس بازی هم زیاد در آوردم تو این پادکست های قدیمی اینکه که میتونه بری بشینه ببینه کجا سوتی دادم کجا درست گفتم من چیز کردم من یه دونش رو گوش کردم گفتم خدای من صدام چه اینجوری بوده چقدر هفلو صداها که اصلا میدونستی که اوتوب میشه 6 6 سال 6 میشه 6 سال میشه اکتبر که چیز نمونده یه ماه دیگه مونده دیگه آره. اولت آه توی تو تاپیک تاپیک بازی کست و سنتر اون پستی که قسمت اول آپلود کردی حساب کردم مثلا تو همین چند وقت میشه 6 سال بابا اصلا 6 سال برنامه ویژه داریم هر چند محمد <laughs> من خودم نمیدونستم آقا پیر شدی چیش سال واقعا گذشت من قبل اینکه برم چیز کنم راجب این میگم که تو این مدت حالا من اونقدر نتونستم بازی کنم دو تا بازی کردم چون همش درگیرم این کار اینا بودیم ولی یه چیزی بگم که یه کامنت مونده بود از سیزن قبل راجع به اینکه آقا چرا به این پری توهین میکنید به چی پری آها پری یکی از بودش که میاد همش کارمون رو دنبال میکنه کامنت میذاره آقا من خود بازی پری من مشکلی نه ما اصلا مشکلی نداریم با خود بازیه بابا اینکه اسم یک بازیه خیلی جذاب قدیمی و گذاشتن رو این ما با این مشکل داریم چون به هر حال وقتی اسم بازی به با اون قدیمی یکیه شما به عنوان یک دنباله یا به عنوان یک ریبوت یا هر چیزی که اسمش رو بذارید میبینید دیگه و نیست مثل اون نیستش یه دونه شماره ازش اومده ریبوتش میکنین ری ایمجین و ریبوت و همه چی از اون قسمت اصلی رو حتما توصیه میکنم بازی کنید بازیش مال 2006ه نسخه ایکس باکسش مال 2007ه اولین بازیه که پورتال عملا به صنعت گیم معرفی کرد و با اینکه یک سال زودتر از بازی پورتال اومده ولی ایده مال ده سال قبلشه آره خیلی طولانی ساخت, بازی پری یعنی نمیدونید این مال استودیو تریدی مردم که سازنده دوکناکمه و اینا کلا اون موقع دوست داشتن که بازی رو ده 15 سال دیرتر بدن خود بازی رو ایترین در مده هفت معرفی کردن ایدش هم همون موقع بوده انجین عوض شده سازنده عوض شده ولی همین الان برید ببینید فکر کنم با ایتک چهار ساخته بودن نه چار ایت. محصول نهایی منظورت آره با همون چار. انجین دوم سه ساخته بودن نمیدونم سه بود یا چهار بهترین بازیه که ما با ما ای ای موتور ساخته سه برای کویک سه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم که بعدا هم اینفینیتی وارد ما یک کویک انجین هم داشتیم دوتا ورژن ایتکس سه ایدانش کویک انجین یک بود یک کویک انجین دو بود بینه رو الان یادم نیست با اون موتوری که دوم سه رو ساختم بهترین بازی که با موتور ساختن این پرایه. بازیش فوق است و میگم خیلی سه عجیب الان یه بازی کنه اصلا باورتون نمیشه چیزی دوزار چیز ساختن چون سوای گرافیکی از دار ساختار گیم پلی اینه اصلا فوق العاده ایه یه پرانتز باز کنیم قبل از اینکه بگیم چه خبر بوده این یه ماهی ای چیکارا کردیم که این فصل از بازی کس به شخصه به عنوان کسی که به همراه کسایت از اولین پادکست فارسی گیم ایران رو راه انداختیم این بازی که اصلا اون خدا بیامرز قبلی که یه قسمت ازش منتشر شد چش نداشت ما دوتا تا پر کردیم آره ما دو تا زب کرده بودیم یه قسمتش منتشر نکردیم از اون موقع تا الانی که ان هزار سال گذشته ما کار تولید محتوا انجام دادیم میتونم بگم که این فصل از بازی که با توجه اینکه ما موضوعاتمون رو تا حد زیادی میدونیم و میدونیم که میخوایم چیکار کنیم و در چی صحبت کنیم نه تنها نمیتونین جای دیگه تو هیچ اتاری پیدا نمیکنید اینا رو چون فصل قبل هم تو اتاری خاصی پیدا نمیکردن ولی از این جهت هم میگم که خیلی میتونه تر باشه به خصوص این که میخوایم خیلی صحبت های جنجالی تری بکنیم با توجه به اینکه داریم به انتهای نسل دیگه تموم شد نسل چیزی نمونده دو ماه بیشتر نمونده و از این جهت میخوایم جنجالی تر صحبت کنیم و داغتر صحبت کنیم چون میدونیم موضوعیه که خیلی در حال حاضر پیگیرش هستن از همین قسمت اولم با همین روی کرد کارو استارت میخوایم بزنیم که مورد پسندشون قرار بگیره یه نکته ای که داره این که ما سیزن قبلی یعنی سعی کردیم حالا ریتم عوض کنیم ولی چون خود خودمون اولین بار بود که این کار رو میکردیم نمونه ای هم نبود که ما نمونه بازی, بازی نداشتیم واقعا با این نمونه رو پادکست های دیگه هستن که اینجوری میکنن کارشون واقعا خوبه ولی ما تو بازی نداشتیم و بازی هم فرم تعریف کردنش فرق میکنه یعنی شما مخاطب از من یه انتظار دیگه ای دارید از من یا هر کسی دیگه ای که پادکست رو تولید میکنه برای همین هم سخت بود ولی این فصل دیگه به اون ثبات رسیدیم و از اون طرف میدونیم میخوایم چیا بگیم من میگم می که چند از بهترین بازی ها مشهورترین بازی ها رو تو همین فصل میگیم و حتی پرونده در آوردیم در مورد این قسمت مایکروسافت هم باز قبل اینکه بیم بگیم چیکار کردیم اینو بگم که آقا ما یه اشتباهی کردیم یه خبطی کردیم اپیزود سونی رو که گفتیم سونی بین فیلم چیز بودش تصویر برداری و صدا برداری پادکست قسمت یک تا ده بود این دیگه تموم شده بود در نتیجه ما خودمونم گفتیم آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم قرار شده پرونده دراریم یه این یه استری میخواستیم بریم کنفرانس مایکروسافت و اللحاظ سخت افزاری مقدار مسئله وجود داشت و خوشبختانه خیلی چیز قابل توجهی از دست ندادیم با توجه به نمایش هایی که داشتن البته که اگه هیلو اینفینیت اون موقع میدیدیم کلی میخندیدیم همزمان موقع استریم ولی در نهایت الان همین داستانی شد که کسا داره براتون توضیح میده برای همین گفتیم آقا یه اپیزود بدیم و این اپیزود من همین الان بگم که آقا ما اصلا نمیخوایم این تو این اپیزود ما مایکروسافت و سونی رو اصلا با هم مقایسه می‌کنیم. من گفتم این اپیزودی که خود طرفدارای قدیمی ماکروسافت هم به نظرم خوششون میاد به این خاطر که درست ما به نقاط منفی هم اشاره میکنیم ولی تمامش در مورد خود مایکروسافت سونی نینتندو قدیم تر سگا اصلا توش نیستن مقایسه مایکروسافت با مایکروسافت مقایسه با خودشه مقایسه عملکردشه و از این منظر جالبه خب آقا چی بازی کردی چی فیلم دیدی فیلم که خیلی چیز هم عنوان خاصی نگاه نکردم اون فیلم ترسناک مزخرفر بگو دیدیم که نبینن بقیه کدوم بودش؟ رلیک. آره خیلی بد بود یعنی انقدر فیلم ترسناک ها بد شدن پس چرا انقدر منتقدان نمره های بالا میدن به فیلم ها؟ نمیدونم همین رلیک هفتاد دو خورده ای متاش واقعا مزخرف بود یعنی اصلا من کلا سعی میکنم نگم مثلا یه چیزی مزخرف بود ارزش دیدن ولی واقعا وقت تلف شد آره. یعنی من اون ریران سریال سریال میشستم نگاه میکردم ارزشش بیشتر بود تا اینکه بشونم دو ساعت رلیکو نگاه کنم خیلی بد بود کلا این تایم که خیلی کرونا بحثش داغ بود و فیلم ها اکثرا اومدن روی مارکت های دیجیتال یا سرویس های استریم همه اونایی هم که نمره خوبی گرفتن به جز دو, سه تا عنوان خاص مثل پالم اسپرینگز و اینا بقیه واقعا ارزش اونجوری وقت تلف کردن مثلا آخریش میشه همین پروژه پاور بودش که جیمی فاکس بازی کرد و چقدر و... بد بود چقدر ب... بازی رو من بگم یا تو میگی چی بازی کرد بازی بش... من نشستم یه کاری کردم یه ده دلار تا اکانتم بود <laughs> کش مارو کس یعنی به سر داستانی که میخواد تعریف کنه داشت خره خره من رو میجویدش که بادا زو انجام بده اینا من چیز شدم میخواستم چیز رو بازی کنم هیتمن کالکشن رو بازی کنم این من کالکشن که دارم میگم یه کالکشن یه واسه PS4 و Xbox One اومده بلادمانی و 4K 60 فریم من میخواستم بلادمانی رو بازی کنم من بلادمانی رو هم رو PS2 بازی کنم رو 60 ولی همیشه این میمه بودم که اول مثلا بازی رو خیلی با استرس میره بعد همه رو میکشه من میخواستم شد. با استرس برم این بازی رو فکر کردم تو سی سالگی دیگه اونقدر حوصله دارم این استرس برم با هر بدبختی بود دیگه ما این پنج دلار رو خریدیم و ببینیم این چند میده اول کی... اون چند میده بگو که آ من اولش فکر کردم فیزیکی هم داره یعنی من کل بازار ایران بیل, بیل زدم که آقا این دیسک اینو دارین توپ خونه زنگ بزن این ور زنگ بزن اون ور زنگ دیسک هر کی هم میگفتی ارور میداد مگه اصلا دوریم همچین چیزی و ما میذاریم تو میدیم میدیدیم دوریم که دیگه همچین چیزی آره. آخه فهمیدیم که کلا دیجیتال کلا و خریدم بلاد رو تمام کردم فکر کنم اکثر لول با چیز رفتم با لول استاکر رفتم چند روز پیش دیدم ابسولوشن استارت زده بودی اصلا نداد دیدم استارت زده هیچی بعدش باز نشده تروفی و اینا گفتم همون من ابسولوشن همون موقع 4 5 تا لول رفتم ولی بعد بلاد مانی سخت خیلی, خیلی, خیلی سرعت آخه اسپلینتر بازی خیلی سرعت اصلا نیست فقط پروداکشن والیوش خوبه بازی آره مثلا گرافیکش واقعا خوبه هنوز گرافیک چه زره پرزنتیشن سینماتیکه از این کلانکی بودن همیشگی هیتمن فاصله گرفت هم پلت کردم این هم پلاک خیلی خوشم اومد خیلی خوشم اومد الان راجع چی نمیگم با اسلام. اپیزودی که واسه لاست میخوایم بریم همچی مقایسه مشتی این دو تا رو بکنم الان ولی <applause> چی نمیگم ولی خیلی بازیش خوب بود خیلی خوب بود یعنی اصلا کار داشت فان بود آره کلمه فان که میگن آقا مثلا کار با گرافیک و گیم پلی خب فانی واسه گیم پلی دیگه با این چیز دیگه کار ندارم ولی انقدر جذاب بود که آدم کلا <applause> <applause> کلن, کلن، گزینه خوبی بود بعد بعد از لستافاس بازیش بکنی و عملا چون من سایبر پانک و بازی این نسل دیگه نمیدونم با وضعیت گرافیکی که تو شوکیس هاش داره اکثر رو پی سی داره اجرا میشه آره واسه این ویدیو هم این هم شو دادن. رو نشون میدادن با این تفاصیلی که من میبینم بازی در حد مانکرف رو کنسول این نسل اجرا بشه یعنی خودشون هم دیده باشه اصلا تا حالا نشون ندادن هم موقعی که دیولوپ بازی داره درست حسابی جلو میره و هی نمایش داره مرتب یعنی ایکس باکس وانش خیلی بده ایکس باکس وان شما نمیدونم دیدی یا نه تستایی که برای مارول اونجرز گرفتن یه چیز تخیلی داره کنسول بعد اجرا میکنه بازی و خود ایکس باکس وان اصلی یا ایکس باکس وان اس بازیه که رزولوشنش میاد رو 720 اینا بعضی جا یه ذره داینامیک پایین ترم میاد از 720 فریم هم که دیگه قربونش برم 20 خورده ای مثلا تاپشه اصلا قابل بازی نیست دیگه روی ایکس باکس وان اصلی واقعا بازی ها رو دیگه نمیتونه مثل انسان اجرا بکنه کلیدش هم از چیز خورد از کنترل خورد کنترل <تصفح> خیلی بشریه با کنترل رو پرو میری دستگاه یه حالا تو ایکس باکس, باکس وان خیلی. چیزم بازی کردم چند روز جاجمنت عجب آه. بازی اه، اوکی. عجب ببین با اینه که شهر همون شهر یاکوزای همون شهر همون دیستریکت همون محیطه کل همون شهره مونتا مثلا خیلی چیزش عوض شده مثلا تو کلوپ سگاش رفتن فکر کنی بازیاش چی بود ویچ فایتر 5 انج. بازی باکس سر شست رو گذاشته بودن کامل آره او. پویو پویو هم داشت <تصف> پویو پویو بازی کردی <تصف> خیلی بامزه هست بعد بازیت بعدیش نگه سی فریمه آته فکر کنم چیزه خیلی پرو چیزش فرق نکنن نسخه پیس فور بیسش ولی خیلی بازی خوبیه چون به خاطر اینکه کاراگاهیه از اون فرم خود یاکوزاد اومده بیرون یکم چیز داره مثلا می دوی میافتن دنبالت کتک کاری میکنی اینا خیلی سو شبیه اونه ولی خیلی سو اضافه کرده من با گرافیک بازی واقعا خوبه با این دراگون انجین درست کردن کلا سه تا بازی رو با این درست کردن یا شیشه یا کیوا دو با جاجمنت جاجمنت خیلی خوبه این انجین خیلی یعنی بتاره. از اون بازی است که من من تا اینجا که رفتم بهش نه میدم No اینقدر خوبه به خاطر اینکه از اون بازی هست که نیست تو بازار mm. یعنی تو مثل اینکه مثلا شرک هرمز بازی کنی شرک هرمزی که مثلا کاریتر اولش مثلا دانه هشته مثلا شاولین داره <تصفح> <تصفح> حالا شاولین هشته دار مثلا گایری شرک که گایری چی ساخته عملا دیگه آره دیگه اینا بازی بود که ما بازی کردیم شما که چی... از موضوع اصل دوری منم هم سوشیما رو پلر کردم چیز م... فلای سیمولیتور کسه اومد یه تاس گذاشت گردن ما منم قبل سفر بودم میخواستم زودی انجامش بدم گفت بشین یه سری ویدیو بر ما بگیره بر از چیز از لوکیشن های و شو اینا اول که من یه دو ساعت فقط داشتم میخوردم زمین تو بازی یعنی میرفتم حالا پپ این سنگ میخوردم زمین بعدا تازه متوجه شدم که اون کلا با کیبورد نباید بازی کرد نابود میشی به خاطر اینکه مثلا تو میخوای بری بالا یه دونه مثلا میزنی دکمه رو این یه درجه میگیره فقط بالا بردن و و بگیری هم یهو میبینه هواپیما رفت برا خودش بعد با کنترلر بازی کنه یا اینکه مثلا تاش مشی بخوای بازی کنی با جویستی نکته دیگه که داره اینه که خیلی از جاهای ایرانش نمیدونم دیتایی که گرفتن برای زمان بوغه مثلا برج میلاد اون رو درست نکردن جو سیاه اینجوری یا مثلا جاید استادیوم آزادیش رو مثلا نگاه می‌کنی شبیه قوطیه بعد <applause> من میدون آزادی هم پیدا نکردم توش بقیه شهرها نتونستم برم چون بلند میشم رو تهران میدیدم میخوردم زن در نشد فعلا ولی بعد برم یاد بگیرم تهران بیمدی می سقوط میکردی؟ چون چیز داره چون اصلا یه ترینینگ خیلی مفصل خیلی داره سخته. من همجور بدون اون یا علی مده میرفتم تو بازی زارت ان سنگ میخوردم زرف در نچه اونو باید برم ولی سعی میکنیم که ویدیو بامزه ای از ایرانش جور بکنیم و ببینیم که چجوری ها این داستان فالگایز بازی کردم یه مقداری خیلی خوبه ای بازیه یعنی روانه به هم میریزه همونقدر که عصبیت میکنه همونقدر دوباره میخوای بازی بکنی انقدر مریض و بازیه چیز جوابی هر که بازی نکرده توصیه میکنم که اگه پلاس داشته و دانلود کرده یا اگه رو پیسی خریده من پلاس هم تموم شد آخرین روز آگوست دوباره پلاس رو تمدید کردم که رو بگیرید بیشتر نیستش بگیرین حتما بازی کنین چند نفرم حالا شکل مسابقات و کامپتیتیوش عوض نمیشه ولی میتونین هم رو در جریان قرار بدید و ببینید و اینا با مزه است حالا که از موضوع اصلی دوریم هنوز نرفتیم تو داستان ماکروسا یه چند تا نمایش این لالوها بودش که حیف واقعا تا دو هفته دیگه بذاریم بگذره ازش یکی این که داستان اون چون یوتیوب کامنت هم دیدم داریم تو قسمت بر قسمت آخر داستان داکتر دی بود که به کجا کشید که برگشت اومد تو یوتیوب کارو شروع کرد استریمو خیلی هم پرفشار اومده داره کار خوبم انجام میده خیلی خوب شده محتواهاش و الان هم داره با یوتیوب ه... الانم هم که هنوز داره کار میکنه یعنی عملا داستان اونجوری مسئله حاشیه حادی نبوده ولی خودش هم هنوز میگه که من نمیدونم چرا تو این کار کرد داره کار قانونیش رو پیگیری میکنه که ببینه چه این از این کال آف دیوتی بلک کولد چقدر خوب بود یعنی واقعا اگه نزنن تو زقمون با بازی اصلی 4K <applause> حالا نکته که داره اینه که 4K نگفتن 4K نیتیو 120 فریم ولی ایرادی نداره وقتی اینا رو ایکس باکس وان مثلا باز کال اف دیوتی شون رو 60 فریم مثلا حالا فول که اونها 900 پی چند تا نکته رو در نظر بگیر این با انجین اینفینیت وارد برخلاف چیزی که فکر می‌کردیم ساخته نمیشه خود انجین تری آر که اونها حتی انجینشون خیلی خوبه ولی اون انجین اینفینیت وارد که داره ورژن 60 فریم میده و اینا خیلی غریبه اون نیست نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم که تو بیانیه و خبرایی که اومده هر جا گفته شده 4K 120 فریم نگفتم 4K نیتیو که ایرادی نداره معمولا هم کال اف دیوتی ها توی داینامیک رزولوشن خوب کار میکنن و تصویر رو خراب نمیکنن ولی خود ویژوال بازی، گفتن ریتریسینگ هم ساپورت میکنه تو 4K 120 فریم خود بازی از لحاظ ویژوالی آره خیلی خوشگله بازی یعنی اصلا جگر آدم حال میاد تریلرش رو نگاه میکنه گوتری تریسینگ که البته هنوز نیومده پی اس 4 و چیزش ایکس باکس وان پی سیش گفتن رو پی اس 4 ایکس باکسش ری تریسینگ نرم افزاری حالا من نمیدونم این تکنولوژی خود کرای انجین پارسال یا پیارسال معرفیش کردن با این سری کلک ملکا دارن اون کارو انجام میدن هرچند بازم چیزه بازم گرونه از لحاظ پرفورمنسی چیزی که خود بس سخت افسوری میگن گرونه اینم گرونه ولی خب میگن که اجرا کردن اون نمایشی که داده بودن مقایسه کرده بودن آره. اون پی سی بود آره اون میگم خیلی خوب خوب شده آره. اون خیلی خوب شده ولی آره. مال پی سیه دقیق اون که ده اصلا بلده بلده اصلا رو حرفشو نزن حرفشو نزن حرفشو نزن آره. نزن. بازی های دی سی فندوم هم کسا هیچ کدومش رو دوست نداشتش من سویساید و فازش رو هستم من کلا حواس چیز کرده بودم یه بتمنی بعد از نه آخه جفتشون واسه تو یه روز بود نمایشاشون چه آرخام نایت و چه آرخام نایتس و چه نایتس گاتهام نایتس میگم آرخام نایتس گاتم نایتس و چیز سویساید اسکواد و ترادف بطمن بتمن همشون یه روز بودن آره. ولی اون فیلم رو یا یه بازی بتمن بشین بازی کنید مسخره بازی همه چی کردن اونجرز چهار نفر بندازیم دور همه چی در اصل جسش کنیم کلا بازیایی که میخوان کار جدیدی بکنن میگن خب دستنی بشیم نگو نگ خب خود دستنی من نمیدونم چرا همه موجی میاد همه میخوان همون کاره رو کنن بعد 90 درصد هم فیل میشن 90 درصد هم فیل میشن حالا من نمیگم اینا فیل میشن اینا چون قهرمان های احتمال فرشانش خیلی کرده مثلا قدیمم بایدم دقیقا وارنر تا چیزو خرید تا همین مجموعه مجموعه گیمش رو راه انداخت و اینا راه انداخت منظورم اینه که خودش اومد پابلیش کنه بازی ها رو و مثلا میدوی و اینا رو گرفت یه بازی مثلا ساختن گاتم این پوستر او, 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 او خیلی بد بود. خیلی بد بود آره او. فاز کوآپ داشت و اینا مثلا یکی دو تا هم قبل از اینکه مثلا یه دونه لرد اف داغون هم ساختن همون دیگه همین رو میگم قبل شادو اف موردو یک دو تا لرد اف اونم همینجوری بود. بود این تیم آره. بیس های آره وای کلا قلن... مثلا چی بهتون گفته بازی مولی پلیر بسازید همین همیان بهتون پول میدم ما میشید و میدونی نکتهش چیه آدم تعجب میکنه آقا مثلا دارم میگم آرکام سیتی سال اول ارزش دوازده میلیون نسخه فروخته تازه آمارش در اومده یعنی اینکه من میگم مال یه ما پیشه آرکام سیتی ها یعنی مثل این که مثلا برنامه بگم آقا وقتی شما یک برندی داری و تو سینگل داره میفروشی چرا باید گند بزنید چرا فکر میکنی مثلا چیزیه مثلا اینو بهش اضافه کنم مولتی کنم پول بیشتر نه اصلا اینطوری نیست همش مدیرای کوچلواری همین دیگه هم مدیرای یه کوچلواری کوچلواری که اصلا یورو کارش گیم نبوده آقا مثال جالبش من دارم میگم الان بین borderlands و دو سه چند سال اختلاف بود زیاد سال چقدر به برند سری آسیب خورد خیلی بعد خود سیج عرضش فرقی عرضش عرضش شما بتل برنا بزنی همچین شکست فاجعه باری بدی که مثلا بردر لرز ندی حالا حتما بعد مولتی بسازی اینو جالبه که اینو میگم خود مدیر تیک تو چی اسمش زمکیز, نه زمکیز زلنیک. زلنیک زلنیک خب گفته بودش آقا توی مثلا بازار بتل رویال 90 درصد بازی شکست میخوان تو مولتی هم همینه چند نفر میشینم بازی چند چیز میکنن مثلا چند تا برند میشن کال اف دیوتی چند تا مثلا یو... شانس بزنی یه دونه ایپکس لا در بیاد دیگه ما سو... چرا هم سوسید هم گاتم نایتس یه دونه را آقا گس میکردی حتما جفت بازیاتو باید گس کنی اما صحبت هم میکردیم در این رابطه موفقیت یا شکست مارول اونجرز خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی بازی های گس به شکل کلی چون هم بازی برند قوی داره اونجرز هم سازنده هم سازنده داره و هم پاپیشر قدرتمندی پشتشه یعنی هر آن چیزی که یک بازی برای موفقیت لازم داره رو این داره, داره, بجز اون داستان گس بودنش که میتونه باعث شکستش بشه موقعی که ما داریم زبط میکنیم هم نقداش نایمده Avengers. اصلا الان من دارم سوات داره نقدش رو ولی من چیزش رو خوندم خوشش بود ریویو گایدش رو خوندم که فرستاده بودن خیلی رو سینگلش هم چیز کردن من تا جایی که میدونم منتقد که بعدشون نیومده دوست آره داشتن. بعدشون نیومده و خب چیزم هستش یه سری باز ببین آقا مثلا خود گس یه چیزی هست آقا لزومی که چیزی گس باشه بد نیست خب ولی قرار نیست همه گس بشن مثل اون موقع که همه چی بتل رویال میشدی گنده رو در برده بودن خب کال اف دیوتی از اول معلوم بود بتل رویال بشه همه میرن بازی می... یه بار هم فیل یعنی... شدن آره نمیدونم یعنی بلک اپس رو فیل کردن یه کار به جای رسو فورزا هورایزن هم بتل رویال گذاشت با بس دیگه <applause> چه خبره دیگه <applause> یه چیزی حالا اومد گندشو در نیارید ولی نمی‌کنه الان چند تا بتل رویال موفق داریم یه فورتنایت پابجی تا زای پابجی بشه موفق تونست در حال خیلی آزه. موفقه مارکت های اصلی دارم یه اون رفته باشه تو آسیا و اینا رفته کسایی که میتونن با اون موید کچلش الان پر... پابجی رو دیری دادن باز پلاس بگیم آره. چه بتره کنه دوباره پابجی فورتنایت ایپکس و کالاف چی شد یه زمانی بازی 10 میلیون کاربر داشت نه میلیون کاربر داشت کو، هیچ کدوم نیستن تازه الان فضا براشون بیشتره با وجود قدرت استریمرها و دیلایی که میبندن آره. مثلا بیان فلان بازی و یارو نانستابی ما استریم میکنه همون خیلی آخه شرکته شرکت میاد کنه. سی نفر کلا کادرشه بتل رو داداشت. مگه پشتیبانی بتل رو مسخره بازی سی نفر نشستید بتل رویال ساختید یه درست حسابی بسازید همینه دیگه مثل این همه جای دنیا هست مثلا تو ایران خیلی چیز شده خیلی شورتره مارکت بازی اندرویدی ایرانی رو ببین کلا چهار مدل بازیه فقط دکمه رو عوض میکنه من ببین به ایران خیلی چیز نمیکنم <متصفيق> این اینجا این ذهنیت, اینجا ذهنیت آره همه, جا همه, همه جا هست منتها اینجا مثلا میگه آقا ما مثلا دفکیت نداریم هزار تا آره آره مانع هست اصاب خوردی هست میگه خب طبیعی ولی اون و این همین مدیرهای کچلواری نشون که میاد و ببین انقدر سیستم مخصوصا تو آمریکا انقدر سیستم مدیریت مسخره است انقدر قوانین مسخره است از این نظر میگم که شما میتونی یه مدیر باشی کلی ضرر بزنی و گاز خودت بونوس رد کنی آره این هستا یا اصلا فکر نکن چیزی که مثلا من دارم میگم یا مثلا چیزی پشتشه واقعا اینطوری مدیر عامل شما... یا اگه نبود کمپانی به خاک سیاد نشونده بود نشسته بودش میه یه میلیون دو میلیون خورده ای اون سال آخرش بونوس رد کرده بود دیگه الان همین الان ای ای ای, ای, ای من میخوام بدونم آقا شما این شرکت تو این چند ساله به جز های معروفی که داشت از قدیم تا الان مدن رو دیدی متاش چند شده 62 ای همجره همجره الان شما به جز اون آیتمایی که از قبل داشتید پول که مثلا در چی مدیر عامل چیکار کرد آقای انرو ویلسون چه چه کل کمپانی داره میره جلو یه سری بازی ایندیه که قربونش بدم ما انقدر ریشیلیا رو مسخره می‌کردیم رسیکتیلیا ریسیلیا من آخر اسم اینو نفهمیدم خب سخت بود اسمش خب که رفته مدیر این شده بابا دمش گرم حداقل یهو که نمیتونست تغییر بده چهار تا بازی خوبم داد او تا الان کمپانی فیلم سازی رو می‌بینی آقا همون مثلا چه می‌دونم دیزنی حالا دال دیزنی نه مثلا وارنر سونی 60 تا فیلم سوپر هیرو یه فیلم بخش مستقل داره فیلم مستقل میده اصلا یه دونه شاخه مستقل سازی آره سونی کلاسیک مثلا کلاسیک فاکس سرچ لایت هر کدوم اینا اونا دیگه از هالیوود که چیز در نیست شیردوشی که بیشتر ما نداریم از هالیوود هر فیلمی میشه پنج سال یه بار ریبوت و سیکوئل و هر چیزی گفتی میزنن یعنی بازی در اون ساعت نیست مسئله پوله ولی آخه بلد هم نیستید پول درارید هی اینقدر مثلا استاروارز و این کوتاکو دون جیسون شیریر مطلب نوشته بوده شو به همین استاروارز وارز ورداشتن مدیر بازاریابی فیفا رو آوردن الان مثلا میگم آقا دیاسکس منکای دیوایدد مدیر و مدیراتون چقدر ضرر زدن به فروش بازی چقدر چقدر چند میلیون دلار رو نابود کردید به خاطر اینکه انقدر احمقید آقا تو آر پی جی RPG کلاسیک مثلا از کلاسیک اینه که اقا این بازی دنبال روش سی آر 20 سال پیشه حالا آم. اون درسته دیا سکس مدرن بوده ولی خب بازی که مثلا بازی کلاسیکه دیگه مثلا چرا این کارو کردید به جز گند زدن به فروشونو بعد مثلا میان میگن مادی ما دیگه سیکوئل نمیسازیم بازی بچا نره تو شما گند زدید خودتون خراب شد خودتون, خربش خودتون برندتون رو به گند کشیدید قرار نیست هر بازی یه مدل پول در ویچ سیدی پراجکت با یه ویچر با یه ویچر بازی سینگل و ناشری که این همه مخاطبش حال میده قیمت ها پایین پک فیزیکی میده عشق میکنی الان شاید دومین ناشر کل اروپا همون جیوجیش به اندازه کافی به چیز بود آره دیگه کمک به صنعت بازی بود الان مثلا وقتی طرف با این بازی شرکت اومد در شما هم میتونید مثلا اینه که همه فکر میکنن راحت ترین کار همینه یه لیبل بچسبونی گس یه لیبل بچسبونی بتل رویال بدیم بره دیگه در میاره. من یه مایکروسافتی مثلا بازی رو نصف کار مثل سی اف بدی و بتونی پشتیبانی کنی خودمون پشتیبانیش دردسر نگه داشتن بازی دردسر سی اف فقط به خاطر گیم پس موند به خاطر, خاطر پس گیم پاس موند و مایکروسافت پشتش بود, بود. بازی اگه گیم پس نبود فیل شده بود آره. ماه اول چون هم بازی نبود. کامل نبود دیگه ولی الان کامل الان ملت عشق میکنه ولی مسئله سر اینه که هر کی میاد چیز میشه یکی میاد کچه میپوشه میاد مثلا توش قبلا اینشورنس کمپانی کار میکنه الان میاد گیم داشت تو نمیتونی داستانی که کسی در رابطه با مدیرای کوچه‌چادری میگه یه بخش ای از بحث امروزمون رو سریالی داری شده. معرفی کنی با سریال لاف با... کرافت نه 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 در مورد همین کوچه‌چادری آها در رابطه با کوچه‌چادری زیاد سریال دو دو مثلا دو تالا... مثلا توی حالا میخوای بین برکس چک کنی آره چک بکنی که من یه چیزی یادم نره یه قلم بیفته بریم یه تنفسی داشته باشیم برمیگردیم سر پرونده ایه. پرونده ویژه ماکروسافت و مقایسه عملکرد کرده این کمپانی از روزهایی که میشه گفت توی ایران مورد توجه قرار گرفته بودش بعد از گذشت 7 سال، روزهای نسل هشتم کنسول‌های بازی هم رو به پایان و مایکروسافت و سونی خودشون رو برای دور جدیدی از نبرد کنسولا آماده می‌کنن. در این شرایط بهترین کار نگاهی به گذشته و جمع کردن عملکرد فنی محصولاتیه که در نبرد کنسول‌ها شرکت داشتند. شکی نیست که ایکس باکس سومین کنسول بازی شرکت مایکروسافت در راضی کردن طرفدارانش تا این نسل چندان موفق عمل نکرد و نتونست بازیهایی به جذابی آثاری که برای ایکس باکس 60 ساخته بود و برای وان هم بسازه اگرچه این به معنای نبود بازی جذاب نیست و کنسول ایکس باکس وان هم انحصاری خوشساخت مهمی داره که تجربه اونها بی لذت بخشه با توجه به این شرایط لیستی از 20 عنوان انحصاری ایکس باکس تهیه کردیم و در نهایت با رأیگیری در تحریریه بازی سنتر به ده عنوان رسیدیم پیش از شروع این موضوع رو هم باید اعلام کنیم که آثار انحصار زمانی هم در این فهرست حضور دارد خب برگشتیم بریم سراغ پرونده ای که قول داده بودیم ما گفتیم همون قبلش هم الان میگم که ما تو این پرونده میخوایم عملکرد مایکروسافت این چند ساله رو بررسی کنیم با همین کنفرانس اخیرشون با همین اینترنتی اخیرشون شروع میکنیم و کاری که میکنیم اینه که نش برای این که نشون بدیم مایکروسافت از کجا به کجا رسیده و این روی کردش چرا بده که با خود مایکروسافت مقایسه‌اش میکنیم یعنی مایکروسافت دو دورای مختلف البته دوره ایکس باکس رو نمیگیم چون بامزه با و جالبه که اصلا خودش یه دونه واقعاً اپیزود واقعاً جدا واقعاً. در موردش بعداً میریم یعنی من خودم چون که از آدماییم که دوست پیتر مورم با اینکه به نظرم دریمکاست و یه جاهایی گند زد ولی مدیر خیلی خوبیه و دوره ایکس باکسش هم ترکوند به نظرم بریم شروع کنیم از کنفرانس اخیر مایکروسافت و نمایش فاجعه بار هیلو اینفینیت و اون قضیه بروت قبل از اینکه شروع بکنم من صحبت رو اینو بگم که بازی سنتر رو توی یوتیوب دنبال کنید سابسکرایب کنید لایک کنید و کامنت بذارید برای ما توی سوشال های مختلف هم چه بازی سنتر چه بازی رو میتونید پیگیری کنید از جمله اینستا و تلگرام و تویتر هم, هم که راه انداختیم برای بازی و بازی سنتر هم که تویترش به راه بود و اونجا سعی میکنیم که محتوی اضافه رو قرار بدیم برای اینستا تلگرامش هم یه برنامه ویژه داریم که استارت خواهد آره خودش چون یه ماه خیلی بهش نرسیدیم ولی اونو حتما بعد اینم بگم که کسو گفتش توی پارت اول از این به بعد میتونید بازی رو توی تمام پادکچرهایی که هستش کس باکس قبلا بودش و الان رو همه پادکچرها از جمله اسپاتیفای گوش کنید و پیگیری بکنید تو هر کدوم هم که کامنت نظر بدید ما اونجا در اصل مطالعه میکنیم و لحاظ خواهیم کردش پس به خصوص یوتیوب و یادتون نره که هم سابسکرایب کنید هم لایک کنید و کامنت بذارید اگه دوست داشتید بریم سراغ بحثمون داستان میشه گفتش که این نصب به نظر میرسید که قرار متفاوت باشه برای مایکروسافت. چه از اینکه اومدن کنسولشون رو زودتر رونمایی کردن و معرفی کردن توی The Game Awards پارسال و چه از این جهت که خب یه برنامه مداومی رو داشتن برای اینکه قابلیت های رو نشون بدن سخت افزارش رو جزئیاتش رو اعلام بکنن و اکثر مخاطبا از این روی کرده مایکروسافت برخلاف سونی که خیلی مخفی کاری میکرد و خیلی دیر اومد تازه اول دسته رو معرفی هنوز قیمت کرد قیمت, قیمت رو هنوز دو ماه مونده به لانچ کنسول ها نگفتن این و این فاجعه بارترین نسلیه فکر کنم از این جهت که داره شروع میشه چون الان بعد همه پیری رو میکردن به خصوص که بازی هم زیاد میاد آخر سال و این میتونه حساب کتاب مخاطبه رو برای خرید پاییزیشون تو گیم که خیلی هم پرهزینه است یه مقداری به هم بریزه با این مسائل تا قبل از اینکه در از نمایش اولیه بازی سونی شکل بگیره و رخ بده وضعیت برای مایکروسافت خیلی خوب به نظر میرسید و طرفداراش به خصوص کسایی که یه نسلی و خیلی بد میشه گفت گذروندن و فاجعه بار بود براشون رضایت داشتن از عمل کرد و رو کرده فعلی مایکروسافت و شخص اسپنسر که مدت هاست براش این صحبت انجام میشه که یک مدیر خوبیه یک گیمره و داره روی کردی و توی ماکروسافت بخش گیمش دنبال میکنه که در از خواسته گیمر هاست با این حال نمایش اخیرشون کاملا و 180 درجه مخالف و متفاوت بود با وضعیتی که فکر میکردیم انجام بشه خب اینه یه نمایش رو قبل از این داشتن چند ماه پیش و خیلی بازی های مطرحی رو توش نشون ندادن چند چند تا گزینه خیلی جالب مثلا مثل میدیوم بود توش ولی خب اکثرا انتظار داشتن که چه از جهت کیفی در زمینه گرافیکی بازی یه مقدار عظیمتر و بزرگتر باشن و چه از این جهت که خب میخواستن عناوین انحصاری رو ببینن و ببینن که کنسول قرار با چه بازیایی وارد بازار بشه یکی از گزینه های اصلی این ماجرا هیلو اینفینیت بود بازی که خب ما میدونستیم به صورت کراس جن در حال ساخته ولی خب با توجه بود. بود در از لانچ ایکس باکس سریز ایکس با توجه به سخت افزار قدرتمند کنسول بعدی مایکروسافت هم خوب انتظارات از این بازی زیاد بود و اکثرا میخواستن که یک شوکیس گرافیکی خیلی قدرتمند رو ببینن جدای از اینکه گیم پلی و بقیه ماجرای هیلو بعد از نسخه پنجمش که ضعیف بود به چه شکلی میخواد ادامه پیدا بکنه خب نمایش هم عکس اکثر بخشا و عمده تمرکز مایکروسافت توی شوکیس آخرش روی نمایش هیلو اینفینیت بود که فاجعه بار براشون دنبال شد حالا بجز اون داست دوستمون دوست, دوست بروتمون که تبدیل به ستاره تبدیل مسکات جدید ماکروسافت شد کل نمایش خیلی ضعیف بود یه سری دوستان حالا چه کارشناس چه غیر کارشناس چه یک یوزر معمولی تو توییتر که چون انگلیسی می نویسه برای ما ایرانیا ملاک میشه اومدن یه جوری ماله بکشن روی این نمایش ضعیفه ولی خب تاخیر بازی به خوبی نشون داد که بحث از این حرفو گذشته و فاجعه خیلی سنگین تر از این داستان خواهد بود جدای از هیلو که خب انتظارات رو برآورده نکرد و ناامید کننده بود اکثر بخش دیگه کنفرانس مایکروسافت و های تیزار های سی جی خلاصه شد که تنها... یعنی آخرین چیزیه که شما از نسل آینده و باز... معرفی و نمایش و بازیاش میخواین و نسل وقتی شروع میشه هم میخوام ببینن گرافیک چه تغییر کرده این... دیگه به این با... شاید کانتنتشون خوب بود آره. ولی نوع نمایششون دقیقا کاری که سونی شاید حتی با محتوای ضعیفتر تونستش بهتر انجامش بده این توی این ایونت خاص ماکروسافت انجام نشد این بودش که فکر میکنم خیلی روشن با مخاطباشون صحبت نکردن چه حالا تو خود نمایش چه تو اطلاعاتی که ارائه میکردن برای هر کدوم از نمایش هایی که داشتن و خب یه سری ناامیدی بزرگم وجود داشت دیگه تو این لایه این تیزرهای سی جی مثلا فیبل و بعد از این همه سال واقعا انتظار میرفت که حداقل چیزی این گیم یا اگه گیم پلی هم قرار نیست با این انجین گرافیک خود بازی نشون بدن که خلاصه شد به یه تیزر سی از اون طرف فورزای هفت رو داشتیم که خیلی کوتاه بود نمایشش و مشخصا هم... گفتن شماره آها بچه آه هش میشه ولی فورزا در حال حاضر به اسم فورزا موتور اسپورت مطرحه خیلی نمایشش کوتاه بود و مشخص هم شد که دیولوپش اونجوری که باید جلو نرفته و فعلا کار داره بیشتر فعالیتی که کردن رو انجین بازی بوده از اون طرف خب مثلا آی جدید رو داشتیم که اوت که میتونه خیلی بازی خوبی باشه ولی خب بازم نمایش سی جی خیلی کوتاه یعنی اتفاقا از اون بازی که به نظر من اگه همون به ابسیدین خوب باشه چون ابسیدین معلوم نیست چجوریه یه بار عالیه یه بار بده ولی اگه ابسیدین خوب باشه تو فرم خوبش باشه وقتی اصلا درسکورزا رو چیز کرد گرفت گرفت و خب یه سری چیزایی هم داشتش که اصلا تو دنیای پیلارز هم هست آره آره شاید. این اینش خیلی بامزه که تو دنیای پیلارز دارن کار میکنن یه سری چیزایی هم بود که واقعا آدم انتظارش بیشتر از این حرف هستی مثلا این که مثلا اینکه اومدین سایکونوس دو و دوباره بعد هزار بار دارین نشون میدین و اینکه استدیویی که خریداری کردین هنوز در اون حدی نیست که حتی یه آی پی معرفی بکنه یه بازی جدید معرفی بکنه اینکه بیاین دوباره سایکونوس دورو نشون بدین تو کنفرانس چه معنی میتونه داشته باشه حالا چون استدیو رو گرفتین حتما بعد یه چیزی ازش نشون بدین یا اینکه مثلا هیل بلید دو رو واقعا دیگه انتظار میرفت که یه چیز جدید نشون بدن ولی هیچی نشون ندادن ماکروسافت بازی های خوب کم نداره برای نسل آینده شاید حالا لانچ هیچ کدوم نباشن و لانچش خیلی ضربه بخوره از این ماجرا چون اکثر بارو رو میخواستن بذارن دوش هیلو که حتی شاید به ماهای اول 2021 هم نرسه بیفته آخرهای 2021 شاید حتی 2022 شایعاتش هسته چون صحبت میکنیم که چرا وضعیت هیلو اینفینیت از اون چیزی که فکر میکنیم خرابتره ولی خب کلا لاین اپ بدی نداره مشکل اینه که به قول کسرا این معرفیه شکل معرفیه و جوری که مایکروسافت و شخص فیل اسپنسر مخاطب ها رو هدف قرار میده اصلا روش مناسب و درستی نیستش و شاید یه مقدار گول زننده باشه حتی این داستان هیلو اینفینیت که میگیم من پرچونگی میکنم چون این داستانش خیلی جالبه تازه مطرح شده بعد از نمایش و ضعیفش یه سری توی سابردیتش اومدن تو سابردیت و یه سری سایت نکته رو فقط قبلش آمد. اشاره کنم که قبل از که من برای هیلو بگیم این کارگردان بازی حدودا چند ماه پیش من به یه سال میرسی یا نه جدا شد جدا شد کارگردان اصلی بازی جدا شد از اون موقع نگرانی بود که با این نمایش به اوج خودش رسید حالا این چیزی که محمد الان تعریف میکنه خیلی از است آره توی سابردیتش اول اینا مطرح شد منبع اصلیش هم یک وبسایتی که شما به صورت, به صورت ناشناس میتونید برین به عنوان مثلا اگه جایی کار میکردین تجربه کاری خودتون از اون محیط ارائه کنید و بنویسین در قالب نکات مثبت و منفی و این ماجره ها که حالا هر کسی اگه خواست بره اونجا مشغول بشه بتونه یه دیدی داشته باشد نسبت به محیط کاری که میخواد بره واردش بشه توی این اطلاعاتی که توی دو تان در از نقد از این وضعیت تی فورتی اینداستری یا همون سی سر بگیم راحت مطرح شده نشون میده که این روزگار فعلی و کیفیت پایین هیلو اینفینیت بی دلیل نیستش و خیلی هاش مرتبط به مدیریت های ضعیفی که داره تو شاخه ها و زیر مجموعه مختلف مایکروسافت صورت میگیره و همچنان هم ادامه داره داستان به بعد به این موضوع بپردازیم که اولین نفری که اومده توضیح داده گفته که بیش از یک سال توی سی کار میکرده و خب از جمله نکات مثبتی که مطرح کرده اینه که یک سری آدم این پشا دیگه جزی از تابستون ایران دیگه نمیشه فاکتورشون گرفتش یکی از چیزهایی که مطرح کرده اینه که استودیو پر از آدم با استعداد و اهل فن که خب این یه امتیاز میتونه باشه و از طرف دیگه خب سیزرجلس نهایتا یکی از زیر مجموعه مایکروسافت و خیلی از امکانات و مزایایی که یک کارمند مایکروسافت کارمند اصلی مایکروسافت داره رو اعضای 343 میتونن بهش دسترسی داشته باشن ولی وقتی میرسیم به ماجرای نکات ضعیف و منفیش میبینیم که وضعیت کاملا تأثیر گذار بوده رو کیفیت محصول نهایی چیزی که به ما نشون دادن در حال حاضر اولی ماجرایی که باید بهش بپردازیم به اینه که وضعیت فنی انجین و کلا بازی بازی که 343 داره کار میکنه چون الان به جز هیلو اینفینیت شایعش هم است که به صورت موازی دارن رو هیلو 6 کار میکنن که مخصوص نسل آینده است ولی خب خیلی هم نه دیگه شد 5 دیگه نه اون مثلا اینفینیتو شماره دار حساب نمیکنن میگن رو هیلوش هیلو, هیلو شماره دار بعدی بهتره بگیم آه. که میشه تر و دیگه کراس نیست و نکشن و اینا به صورت موازی کار میکنن اولین مسئله که مطرح شده اینه که وضعیت اللحاظ فنی اون کد بیسی که دارن برای انجین به شدت به هم ریخته و در همه جوری هم هستش که آدم هایی که دارن اونجا کار میکنن هیچ کدوم به شکل کلی نمیدونن که تمام جوانب به مسائل فنی انجین 343 به چه شکلی هر کدوم یه بخشی رو ازش اطلاعات دارن این مسئله باعث شده که خیلی از مراحل تولید استاب بخوره متوقف بشه و در نهایت پشه اومد سراغ من. در نهایت شرایطی ایجاد بکنه که مثلا یکی از بخشا مثل برنامه نویسی تا یه جایی کار رو جلو میبره و میبینه که به مشکل فنی خورده این مشکل فنی و بعد کاملا کارشون رو متوقف کنن تا یه بخش دیگه که مسئول اون ماجراست بیاد مشکل رو برطرف کنه اینا دوباره بتونن کارشون رو استارت بزنن شرایطی ایجاد کرده که کارمندا میگن که ما در طول روز ساعت‌های بیکاری زیادی رو داریم به خاطر اینکه منتظریم کارو یه جای دیگه دیگه را رو قلتک بندازه ما بتونیم ادامهش رو بریم از این ارتباط بین بخش مختلفش فاجعه باره آره دیگه این همین مسئله باعث شده که اصلا یکی از ارکان مثلا که مثلا تسکیه انجام داده واسه که اون مثلا بگن آقا چراخ سبز نشون بدن که اوکیه بعدا بفرستن مثلا یه بخش دیگه اون درست کنه این ایناش فاجعه است نمیتونن بینم هم دلیل اصلی ماجرا توی در از گزارش دومیه بازتر میشه دلیل اصلی ماجرا اینه که کسایی که دارن کار میکنن هیچ کدوم از ابتدای شروع به فعالیت 343 توش نبودن و نیستن اونایی که بودن همه جدا شدن یه سری آدم های جدید اومدن و این باعث شده که هیچ کس از صفر تا صد بحث فنی استودیو رو در جریان نباشه و کسی نباشه که بتونن به شکل رفرنس برن سراغش و سوالاتشون رو مطرح کنن یه، یکی از ارکان اصلی تولید بازیام در حال حاضر تو دنیا اینه که اینه که این کاره بعد به شکل موازی تمام جوانه به بره و اینجا میبینیم که دقیقا بحثی که میتونه باعث بشه که این تولید طولانی شده و پرهزینه شده به این خاطره که این به صورت, به صورت موازی جلو نمیرفته نکته دیگه که خیلی تأثیر گذاره روی کیفیت به خصوص محصول مدیرهایی هستند که حالا چه بالا رده چه پایین رده دارن تو 343 کار میکنن مدیرایی هم هستن که با اینکه وضعیت و کارنامه ضعیفی داشتن در گذشته چه حالا روی هیلو چهار چه هیلو پنج که هم لحاظ کیفی ضعیف بود هم لحاظ فروش خیلی آسیب زد به برند هیلو اینا همچنان دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن و هیچ تغییری توشون حاصل نمیشه و هیچ جایگزینی براشون شکل نمیگیره و این باعث شده که این مدیرها هیچ کدوم به شکل مناسب اطلاعات و دانش فنی درستی نداشته باشن و نتونن اون بخشی که زیر مجموعهشون مدیریت کنن که مسائل دیگه به وجود نیاد یه یعنی مسئله ریز با هم بوده که مثلا گفتن دستشویی کمه ما مجبوریم برای اینکه دستشویی پر نباشه و خالی باشه بریم ساختمون کناری از دستشویی اونا استفاده بکنیم <applause> <مجموعه مكروسا>. <applause> خیلی حرفا خیلی نکته با نکته دیگه ای که به نظر میاد آسیب اصلی رو به بازی زده و کاملا مشخص میکنه که چرا این یک ساختار یه پارچه نداره استفاده بیش از حد از نیروی کار در از آوتسورس و غیر منظمه مثل اینکه میگن اصلا رکورد آوتسورس و خیلی بامزه است حالا اینو بگو نمیدونم الان بگم دوتا دو تا آوتسورس دیگه هم اضافه شدن آره 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 دو تا آوتسورس دیگه اضافه شدن تو این گزارش هایی که منتشر شده گفتم مثلا بخش دپارتمان آرت یه چیزی هولش یک سومش آوتسورسن یعنی کسایی که اصلا به شکل مستقیم توی بازی توی ساخت بازی حضور ندارن پروژه بر خودشون قرار میگیره چرا این کار اومده انجام بشه روی کردیم بودی که هزینه تولید بیاد پایین ولی در از خروجی منفی و مخالف این ماجرا رو براش که باید شده ملشته. 500 میلیون دلار این نه تنها،, تنها کنه. نه تنها نه تنها هزینه بالا رفته بلکه کیفیت هم اونقدری که باید خوب نیستش دلیل اینه که خب مشخصا کسی که داره از خارج ماجر و پروژه رو میگیره و انجام میده به اون حدی که یک نفر عضو ثابت هم دل میسوزونه هم اهمیت براش داره که نتیجه کار چی میشه اون روند رو انجام نمیشه نمیده کارش ضعیف میشه مجبور میشن دوباره کاره رو دوباره تکرار بکنن این همین رفت و برگشته هی هزینه رو اضافه کرده و حتی تو دو گزارش دومی دو هم این داستان دستشویی باز مطرح شده من فکر کنم که بحران توالت عمومی داریم توی 343 ملت یعنی تو ایران پیدا نمیتونی بکنی جایی که فکر نمیکنم جایی باشه بحران دستشویی داشته باشن ولی در این سطح تو این لول ولی تو ماکروسافت ما مسئله ما درخواست دستشویی داریم تو ماکروسافت یعنی همین درخواست دستشویی دارن اعضای استودیو 343 و خب تمام این مسائل تاثیر منفیشو به شکل خیلی واضحی گذاشته نکته هم که داره اینه که این انجینه که دارن روش کار میکنن اونقدری که باید حتی نکسشن نیست و اونقدری که باید به کنسول فعلی پوینت و امتیاز مثبت نمیده در نتیجه کیفیت نهایی محصول با اینکه روی پی سی اجرا کرده بودن در حد دسنی دو هم نیستش حتی دیجیتال آره. فانری هم اومده بود اینو گفته بود که دقیقا دستنی نمایش داشت تو همون چوکیس ایکس باکس آخریه و در از این تحریریه دیجیتال فانی اومده بود گفته بود که دستنیه با اینکه بازی نسل قبل بوده قرار بیاد نص بعد بشه گرافیکی و آرت و اینا از این همه SSD و حالا اصلا میگیم آقا این داستان نور پردازی و اینا اوکی ولی دیگه آقا توه نمایش نکس مثلا نکسچن که داره رو پی سی اجرا میشه پی سی که اون هر چقدر میتونه میخوای میتونه گردن کلوف باشه دیگه کسی نمیاد مثلا رو پی سی ضعیف بازی نشون بده که پاپ اپ تکسچر و پاپ اپ مدل و این داستان ها داریم مثلا این چیز ابزورد و مسخره بازی دیوالور هم تو کنفرانساش انقدر آماتور کار نمیکنه من که. گفتم گفتم شما الان هیلو 4 پنجم نه هیلو 4 360 رو تو پکیج مستر چیف کالکشن بازی کنی بهتر از اینفینیت آره آه. و از این نمایش اینفینیت ولایی بهتر ببینید آره. اصلا این چیز غریبیه این وضعیت فعلی که هیلو داره دنبال میکنه و اصلا مناسب تمام شد این تیکه آره دیگه نکته دیگه خاص دیگه خب. نموندش بعد بریم ادامه مورد این نکته الان میخوایم یه بریک خیلی کوتاه بدیم و این بریک کوتاه رو که نمیخوایم آیتم دیگه ای نشونتون بدیم یه سری بخش بامزه است یه سری سخنانه که حالا اگه تصویری میبینید که ام. همون ویدیوش, هم ویدوش هم هست اگه صوتی هم گوش میکنید پشت هم میاد و ما بعدش راجبش توضیح میدیم که بریم بخش دوم ماجرای ماکروسافت سری بریم برگردیم در خدمتتون. I believe is the beginning of a new era for this franchise. And once again, I have good news. Xbox owners will be the first to play all of the add-on content. Here's the first look at Call of Duty Advanced Warfare on Xbox One. Anchored by first-party exclusives, we'll see a lineup of games from creators, developers, and publishers of all sizes that show the breadth Depth and diversity of the games you will get to play on Xbox. These games make up what I believe is the greatest games lineup in Xbox history. It is the largest and I believe the most diverse lineup of games that we've ever shown on our Xbox E3 stage. We will join Master Chief on his greatest adventure yet to save humanity. This today is the largest showcase of games. any stage, anywhere this year. خب ویدیوها رو دیدید صوتی هم گوش میکنید که صوتشو گوش کردید میخوایم الان بریم آقا سر مبحث زیبای نمایش که آقای فیل اسپنسر با این همه حرکتی که زد این همه استودیو خرید این همه سرویس زد چرا اینقدر بدن اینا تو نمایش حالا میرسیم به مپس اکسکلوزیو تازه هنوز نرسیدیم الان مپس زیبای نمایشه این تیکایی که دیدید یه سری تیکایی که من فقط واسه این گذاشتم که من به شخص خودم موقعی که اسپنسر اومد مدیر شد من به شدت از دام متریک بدم میومد و به شدت به نظرم اسپنسر آدم درستی بود هنوزم به نظرم توی سری چیزا خیلی دیدش خوبه من نمیدونم حالا این سیاست کلی مایکروسافت که باعث میشه بخش گیم اینجوری باشه چون این شرکت بزرگ واقعا معلوم نیست ایتری 2014 رو دیدید بیت فیل اسپنسر همش ایکس باکس, 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 باکس بدبخت پیر شده اصلا قشنگ پیر شده یعنی اونجا خیلی جوان تر بود حالا درست 5 6 سال گذشت ولی بدبخت در 15 سال پیر شده ولی لانچ ایکس باکس, باکس بان هم خیلی ضعیف بود لانچ کردنش واقعا یه اون دیگه اصلا تقصیر چیز نبودش اونم باز نمیشه تقصیر اسپنسر انداخت چون عملا کار کارش مال بود, بود. ای که همه تمام جاهایی که اسپنسر صحبت کرده گفته این دیگه خفن ترینه این بزرگترین لاین اپ این خفن ترین ادونچر مستر چیف هیلو اینفینیتو گفتن که خیلی واقعا با بروت خیلی زیبا اسمی شد اسمی هم براش گذاشته بودن آره اسم اسمش 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 یادم رفته چی آره. چیده بروت برای همین گفتم آقا اسپنسر رو متریک که خیلی هم حالا فرد نسبتا منفوری بود اینا تو ایتیریا چه بازیایی معرفی کرد و چیانش دارن فقط اینو بگیم که یک سری از بازیایی که تو دوره متریک بوده اینا در اصل مال زمانی بوده که پیتر مور رو مایکروسافت بوده این پروژه ادامه پیدا کردن که اونو میگیم مقایسه میکنیم الان شما بخشی که دیدید به ترتیب من واسه اونایی که حالا از صوتی گوش میکنم میگم اولش مال تری 2014، دومش مال تری 2015، سومی تری 2017، چهارمی تری 2018 و آخرش هم تری 2019. یه فلش بک میخوریم الان میبینیم 12 سال پیش به ای 2008 یعنی اولین سالی که دا متریک چون اگه اشتباه نکنم اواخر تابستون 2007 که پیتر مور بعد از اون کنفرانس آره بزارد. میره از مایکروسافت و چیزی که میبینید دیگه حالا بعد از اون مشکلات مایکروسافت به نظرم مثلا هستش از اونجا شروع میشه دیگه تو این دوره ما الان دوره بحرانی شیم و ببینیم خب چه بازیه تو ایتری نشون داده ما بعد میخواید تو 2008 تو بگو 2008 خب اون سالهایی بوده که یه مدتی از ابتدای نسل گذشته بوده بازی من قبل اینو اضافه کنم یادم رفت توجه هم داشته باشید که اون زمان مایکروسافت محوریت کارش رو این بود که اکسکلوسیوهای سونی رو بیاره سمت خودش یعنی ها یه بخشه اینکه اون همه اکسکلوسیو سونی و پی رو اوورد سمت خودش اون یه بخش دیگه است که باید به جفتش اشاره کرد توی سال 2008 خب داشتم توضیح میدادم که یه ابتدای نسل رو ما گذرونده بودیم معمولا ابتدای نسل یه مقدار بازی ها دیرتر میان با فاصله های زمانی بیشتر میان ولی خب یه یک دو سال که میگذره دیگه رو قلتک میفته دیولپرا به خصوص نسل پیش که هزینه تولیدام به نسبت نسلی که داریم تمامش میکنیم کمتر بود تعدد بازی ها زیادترن یه مقدار شاید این توازنه رو بین ایتیای فیل و دام متریک به هم بریزه ولی خب باید به این مسئله توجه بکنیم که هر زمانی نیازهای خودش رو داره و ما باید طبق اون بسنجیم ایتی 2008 بازیایی که تو کنفرانس مایکروسافت نشون داده شدن فالوت 3 بودن رزنویل 5 که برندی بود که اکثر موقع می اومد رو پلی از این جهت مهم بودش که اومد نمایشش روی ماکرو... کنسول مایکروسافت فاین فانتزی 13 رو آخر کنفرانس اومدن گفتن مولتی شده تو بازی سنتر قیام شد خیلی من یادم مهمی بوده چون اصلا فاینال فانتزی با برند پلی شناخته میشد فقط هم پلی رو نینتندو اینا هم بود ولی میشه گفت که هر کسی که فاینال فانتزی میخواست میرفت سراغ پلیستشن فقط اول نسل سرشست دادم یه فاینال فانتزی آنلاین بود اونو زده بودن دیگه هیچ آده. فاینالی فا... فا... فاینال فانتزی چیز نشده بود فیبل دور داشتیم که بازی انحصاری بودش و بازی مهمی بودش ادامه یکی از بازی های پرسر و صدای نسل قبلش بود گیرز دور داشتیم باز یکی از بازیهایی بودش که خیلی طلبه داشتش باز یه بازی دیگه انصاری بانجو کازوی ناس ام بولتز که اینم هرچند حالا عمل کرد و خفنی نداشت ولی خب به عنوان یک آی پی قدیمی اهمیت بالایی داشت راکبند و حتی گیتاری رو یعنی دو تا بازی که بازار کژوال با هم دیگه داشتن جفتشون تو کنفرانس مایکروسافت نشون داده شده بودن من ایتیجه. 2009 هم بگم دیگه بعد 2009 به نظرم خفن ترین تیم مایکروسافت بود اینو فقط من تیتروار بگم بعد بیام روش 2009 بیشتر صحبت دو این بکنیم. دوره بعد پیتر مورشون دقیقا راک بند بیتلز رو داشتن که باز مهم بودش مودم وافر دور رو داشتن شروع نمایش های اختصاصی کال آف دیوتی ها روی ایکس باکس و کنفرانس مایکروسافت فاینال فانتزی 13 دوباره به نماشتن اومد شادو کامپلکس رو داشتن که انصاری بود, بود. کراکتون 2 رو داشتن که انصاری بود لفردد 2 رو داشتن که رو کنسول ها انصاری مونت اومد بود. بعدش فکر کنم اومد بعد نماشتن که فقط برای ایکس پاش 60 بود آره. آره اونم بعد چک بکنیم اسپینتر سل کان رو داشتیم که باز آی پی مهمی بود انصاری دیگه آره. بود. اون موقع آره انصاری بود نیومده بود پس راست میگه آره نیومده اصلا حال خوبی بود فورزا موتور اسپورت 3 رو داشتیم که باز انحصاری بودش هیلو 3 او دی اس سی رو داشتیم انحصاری بود بعد هیلو ریچ رو داشتیم هیلو ریچ یادم نمایش کوتاهی داشتش تو کنم از این قضایی مثلا هیلو دی اس سی رو بخرید به تایری چون میتونید بازی کنید و اینا الان ویک رو داشتیم الان ویک رو بعد از 2005 نمیدونم 2006 هم فکر کنم نمایشش الان یادم نیست ولی بعد چند سالی بود اصلا هیچ خبری ازش نبود اون موقع اصلا بیلد اوپن ورد بود اوایل آره این مال بیلد نهاییش بود اوه. 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 که من یادم قشنگ سملی که مدرس این همه اینجوری مونده بودن متا سالی رایزینگ رو داشتیم با حضور کوجیما اولین بار که کوجیما اومد روی استیج مایکروسافت خیلی چیزه پابلیسیتی قوی بود برای اون موقع مایکروسافت زد و نهایتا رسیدیم به پروژکت نتال اون موقع کینکت بعدا که نمایش مایلور هم از استودیو لاین هد داشتش که هرچند تمام فیک بود همه چیش ولی خب معرفی تکنولوژی خیلی چیز خفنی بودش و بازخورد خیلی خوبی هم براشون داشتش ایتیری 2009 واقعا یکی از قوی ترین ایتیری های مایکروسافت در تاریخ این کمپانی حالا مثلا چقدر انحصاری شاد کامپلکس کرکدان دو کانویکشن فورزا دو تا هیلو الن ویج با همین نتال ولی میبینی توجه میکنی همش مال دوره بازیه حالا شاد کامپلکس رو بازیایی یعنی که تقریبا دوره پیتر مور شدن همه دو آره. دو سه ادامه به جز آره. آره. آ... اصلا زمان اصلا زمان... علم علم هم رفت رو آره. کرد علم ویک لعنی... هم که اصلا قبل علم ویک هم از قبل بود کانفیکشن هم که مال جنگ بین ام جی اس نارو آره. اون او دی دی هم که بودش ریچ حالا بعدا خودشون به نچه ولی خیلی قوی بود لاین اپ بریم ایتری 2010 الان همه روز ما دوره دامتری که ایتری خیلی سقوط کرد به خاطر اینکه کافی بلک هاپس رو نشون دادن متال رایزینگ نشون دادن سر رو نشون دادن که این خوب بود فیبل سم نشون دادن که خوب بود هرچند بازی نهایی چیز شدش کینگدام دامونشون نشون دادن همون رایز سابق آره رایز سابق نه نه رایز فعلی رایز فعلی آره کینگدام سابق که گفتم بازی انصاری کرایتکه اصلا اون موقع بازی چیز بود بازی کینکت بود اولش کینکت نبود آه. آره آره معرفی بعدن, بعدن, چیز شد آره, 15 تا بازی کینکت بود این 2010 به واسطه کینکت بازیاش مقدار کم جون شدن چون تمرکز این بود که کینکت و پروژه نتال اون موقع و این باز تو 2011 وضعیت بهتر شد مدرن وافر سر نشون دادن ریبوت توم ریدر نشون مس افکت سر نشون دادن گوستر سولجر این از این چارت هیچ کدوم انستاری نیست آره رایز نشون دادن دیگه بازی کینکت شد گیرز فکر کنم جادجمنت نه خود 2010 از... که اومده بود سه راست آره. آره. میگه یه آوار جاجمنت هیلو یه... کمبت انیورسری انصافا چه ریمستر خفنی بود این پرانتز ما بکنم 2012 هم جاجمنت رو داشتیم و مطمئن اون نیمیدونم. سه شب مثلا DLC میلسی نیمیدونم. چیز احتمالا. بوده احتمالا آره. بود. بعد فیبل ده جرنی رو داشتیم همون کینکته, کینکته بود دیگه آره. آره. خیلی هم بد بود آره. ما نمایش ماینکرافت رو داشتیم که موقع نسبتی ما مایکروسافت نداشت و هیلو 4 که تقریبا میشه گفت بین کار 343 از همش بهتره به این بد و بدتره دیگه عملا دیگه چهار به عنوان شروع میشه بهش خورده <applause> گرفت به عنوان اولین گام بعد خیلی آدم گنده هم بیشتر من مشکل هم اون بازی داستانشه داستانش خیلی دو... تحتیل داستانش بازم داستانش به نسبت پنج اوف اصلا 5 رو که صحبت نکنی در رو تو باید بریم این تیری دوزار دوازه اسم انترسل بلکلیست فیبل در فورزا هورایزن یک این اپلیکیشن سمارت گلاس توم ریدر باز رزیدنت ویل 6 ساد پارک که پی که همون ساوت پارک که ابسیدین استیک استیک شد نمایت Black 2, بعد ایکس باکس وان اه... آم... معرفی این, این بین این... 2012 و 13 بوده آره چقدر بد بود چیز دوازده <laughs> دوازده چقدر <فوجه> دوازده <laughs> یه دونه فورزا هورایزن <laughs> <laughs> یه جاجمنت یه فیبل جرنی نه که بلک هم که مولتی بود نه همین سه تا انسا بودن یکیش هم تازه کینکته اون هم که بدتر نسخه گیرزه و فورزا هورایزنش فقط شاید مثلا آره. امتیاز مثبت ایتیر دوزن دوزن این تو مرس معرفی ایکس باکس وان سریال هیلو رو گفتن کال اف دیوتی گوست اوه اوه چرا این کارو میکنن هر دفعه میان توی در رابطه با سریال هیلو فیلم هیلو اینا توی معرفی کنسول صحبت این سری بود که اسپیلبرگ آره فکر میکنم این کوانتوم بریک بود که ما خیلی بهش امید میرفت ولی در نهایت چیزی از توش در نیامد و فورزا موتور اسپورت 5 من قبل از شروع این تیکه فقط یه اصلاحیه بدم اونم اینه که ما یه اشتباه کوچیکی کردیم اونم این که شماره های دد رو قاطی کردیم ددرایزینگ که 3 رو گفتیم دد که 4 دد که 4 رو گفتیم ددرایزینگ که 5 اینو گفتم که قبل از شروع این بخش بدونید که بعداً سوی تفاهم پیش نیاد در نهایت میرسیم به آخرین ایتیری آقای دامتریک تا... که اون موقع به نظر من خیلی بد بود ولی الان بهش نگاه میکنم خوب بوده خوب اسما. بوده <applause> <applause> درقل <عد داقل> خوبه <applause> یه مشکلی داشت مشکل اصلیش این بود که دوتا مشکل داشت یکی اینکه خیلی اومده بود رو این قضیه دیلشون با م... اه... NFL چیز کرده بودن که کار از ایکس این باکس. داستان عالی این وان بودن ایکس باکس آره وان و اینکه یه هوم اینترتینمنت سیستم باشه و ایناش خیلی بد بود خیلی بد بود ولی عنوان الان که نگاه می‌کنی اون بد 5 بوده ورد اف تانکس دارک سولز 2 رایز که دیگه اینجا اومد مشخص شد بازی چیزه بازی که واسه کنکدم نیستش برای ایکس باکس وان گرافیکش واقعا فوق العاده بود کیر اینستینکت بودش سانست اوور درایو بود که همه کف کردن که تات uh, پرایس بود مدیر چیز دیگه این سون میاد آره. که. اومد رو سن چیزو بازی کرد سانست رو بازی کرد حتی یادم نیست 2013 و 2014 ولی معرفی شد اینجا فورزا موتور اسپورت 5 کوانتوم بریک رو باز دوبر نشدن دی 4 این بازی سوئریه آره بازی سوئریه که جالب از نظر نمره بهترین بازیشه <applause> دی 4 به نظر من آندرریتد ترین بازی ایکس باکس انحصاری ایکس باکس وان همین دی 4 ه Dark dreams Don't Die آره اسمش هم همین بود خیلی بازی با مزه ایکس باکس دارید و میتونید تجربه کنید پراجت اسپارک خدا بیا که دیگه اصلا یه چیزی تو مایه دریمز بود در اصل اون باشه دیگه میخواست اون باشه آره باز دوباره سمارت گلاس دید رایزینگ چاره که باز به نظرم تو این دید بین پنج این چار به نظرم واقعا بدی نبود خوب بود گرافیک مثلا که تو ماشین پاشی هم میتونست این برای این نمایش نسل بعد خوب بود آره خود بازیشم بد نبود <تصفح> ویچر سه بود بتلفیلد چار بود بیلو بود این بیلو یادش به خیلی سال اومد بازی آره <تصفح> 2013 شده <تصفح> هم اومد آخر سال 2013 هاش هم بد شد آره خیلی ضعیف. جد هیلو پنج بود اوف و تایتان فارک که تایتان فارک خیلی بامزه بود و این زده حالی که زدن گفتن کنسول 500 دلاره و تمام آنلاینه آره آنلاین کشتن خودشونو ولی تو بازی ها رو نگاه کن انصافا یعنی ساریاش خوبه خودش رایز کیلر این سیک سانست فورزا کوانتوم بریک دیفو پروژیک اسپاک دید رایزینگ چهار بیلو مثلا حالا اون موقع هیلو تایتان فال هم انسایی بیلو هم از داره آرتش خیلی بازی آره خفنیه یک و دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده تا بازی نسبت بعد گیم و گرافیک بازی رو نشون دادن حالا هیلوه نبود فکر کنم چیز ایتی 2014 هم با منزه است به نسبت سال اولش که اسپنسر اومده یه نکته هم هست ایتی 2014 میشه پایان بخش زمان دیل آمده. بین اکتیویژن و مایکروسافت سر آخر کال دیوتی که این دیل اگه کنسل نمیشد خیلی به نظرم رو فروش ایکس باکس تحصیل میذاشت یعنی بهترش میکرد ایتری 2014 کسا بالاش نوشته فیل بزرگ فیل اسپنسر فیل بزرگ بیگ فیل اومدش و فرمون رو دست گرفت کال آف دیوتی ادونس وارفی رو نشون دادن فورزا هورایزن چهار ایوالو اساسین سکرید یونیتی دراغون ایج انکوزیشن سانست اووردرایف فیبل لیجنز که بند خدا از دست رفت اوریاند Blind فارست هیلو The مستر چیف کالکشن و بیتای Halo هیلو پنج اینساید رایز the توم Raider. که اینم انحصاری زمانی آره موقع تازه معلوم نبود که چقدر بعد باهم. قرار بیاد فانتوم داست اسکیل باوند دیویژن و کرکتان سه تا بازی کنسل شده داشتن و تو همین کنفرانس مراسم ختم بوده این کنفرانس آره. همه بازی, ها بازی ها های... <applause> بازی هم حالا فبل لژندز نه ولی فانتوم داست اسکیل باند واقعا من تو چرا بازی کنسلی و فیل دادن تو این فانتوم داست که میدونی اصلا سر چی کنسل شد فانتوم داست من حالا دیگه این نمیدونم اینو بگم که بودجه که مایکروسافت واسه بازی کنار گذاشته بوده کلا زیر 10 میلیون دلار بوده و تیم سازنده که بهش محول کردن اسمش یادم نیست ولی یادم دقیقا یادمه کوتاکو مطلبی نوشتن من این مطلب رو ترجمه کردم واسه روزنامه نوشتم واسه همین یادمه دقیقا هزینه ساخت بازی بیشتر شده مایکروسافت هم گفته هی hey, بهش اینو اضافه کنید اون اضافه کنید اینا بدبختا بودجه کم آوردن و گفتن آقا ما بودجه میخوایم این گفتم خب نه کنسلش کن بعد تا دست و پا میزدن ورداشتن نسخه اولیه رو ریمستر بعدش, کردن بعدش آره. دادن. بعد از اینکه چیز نسخه آره. اولیار فری دادن من اونم و نگرف و اسکل نگرفت کلا که همکاری استاد کامیا بازیساز بزرگ و داشتم من چند سال محمد میگفتم میگفتم خب اینا اگه مشکل سخت افزاری میذاشتن ایکس باکس X دیگه دیگه چی میخوای دیگه خفن‌تر از کامیا صاف رو... کرد با پلاتینیوم بعید دیگه باشه چی می‌خواد از کامیه گنده تر روی بازی کار کنه و فیبل آره، لجندز هم که بستن اصلا چیزو بستن آره لاین هدو بستن لاین هدو بستن, بستن. خ... خل... بیتا اومد از فیبل لجندز آره. حتی بیتا بیتا هم رفت ملت بازی هم کردن تو پروموشن ایکس باشه یه سری داش مثلا صورت کاراکترا بود بعد اینجوریه. نواری اومده بود پشتش یه سری کاراکتر بود یکیش مال گیرز بود یکیش مال هیلو بود هیلو پنج یکیش مال همین رایز آف توم ریدر بود یکیش هم مال فیبل لجنز بود جز چهار تا بازی پروموشنال چهار تا آره دا. که نابود شد کلا بازیایی که انصاری خودشون بود اسکیل بام فیل شد فانتوم داس فیل, فیل شد فیبل شد فیبل که نگم فیل شد بعد بازی های مالتی پلتفرمی هم که نشون دادن كر... بازی فیل بود کرکتان این هم یاد آمد مال اون شوارم. سالی بود که چیز بود دیگه, دیگه دیو جونز و مچیسکت فیزیکش نشون داد آره فیزیک همه همه کخیلیه که گفتم با کلاد ما اینو بده کلا این داستان کلاد خفنی بود واسه زمان خودش ایتری 2014 آره. بحث این دقیقاً نه نکته ای که باید بهش توجه بشه اینه که چه میخواد ایتری باشه چه میخواد ایونت جدا باشه هر چیزی که از اینساید ایکس باکس این داستان ها بحثی که وجود داره اینه که در زمان معرفی کنسول های جدید و بازی هاشون اصلی موضوع اینه که آقا نمایش نمایش گرافیک بازیه یعنی گیم پلی و اینا همش کچکه کسی تره خورد نمیکنه اون موقع برای گیم بله. پلی حالا موقعی که اومد ببینیم خوبه یا نه موقعی که داریم بازی نسل بعد نشون میدین همه تمرکز رو گرافیکه به قول تو همین کرکتون بازی فاجعه بشری بود آخر اومده از بعد هزار تا اصلا دیگه ریل تایم ورز چیز هم نساخت اون استریل تایم ورز که نبود استودیو بعدی جونز روش کار میکرد جونز الان تو اپیک کار میکنه آره. اون استودیو هم کلا چیز داشت. شد ماجره که از اینه, اینه که اون موقع باز همین این دیده بود که ما باید گرافیک به خورده ملت بدیم مثلا سال قبلش که رایز اومدن نشون دادن بازی ها از اول هم معلوم بود در لحظه گیم پلی چیز خاصی نداره ولی گرافیکش همین الان گرافیک واقعا خوبه فک میندازه یا مثلا بازی دیگه که نشون دادن تو ببین دیگه اساسین کرید یونیتی گرافیک اوف سانس درایو یا حتی مثلا رایز آف توم حتی تو مستقله اوری هم خوب بود برای دیویژن دیویژن نمایش خالی بندیه آره نماش خالی, بندیه. آره نماش خالی بندیه. یا به قول تو کرکتا اینا همه نمایشی بودن که گرافیک تمرکز ایوال هم بود ایوال هم گرافیک خوب هم داشت یونیتی هم که چیزش نشدن ام پی سی که چقدر آره دو زیاده بر 2005 ای 2015 نوبت رسیدش به جایی که هیلو 5 بیان خیلی مفصل نشون بدن بازی انسری دیگه شون ریکور بود <تصفح> ولی اون زمان که معرفی شد به خیلی چیز خفنی چون... میزد اه... چیزش پشتش کنجی اینافوه بوده ایناشون آخه اون موقع هنوز گنداش معلوم آره. تو این پنج ساله انقدر گند زده سر قضیه مایتینا بوده استودیو هم استودیو آرمچر بودش که کارنامهش خوب بوده ما، مارک پاچینی چیزش بود کارگردان بریکور بود کارگردان سگانه متروک پرایم بود دقیقا. خیلی آدم گنده ای پشت بازی بود بازی م... چیز مهمی بود در ابتدای معرفی ولی من نمیدونم آقا اینا چه فکری کردن با یونیتی ساختید بازی اکسکلوسیو ایکس باکس خیلی بد بود. چرا با یونیتی هستن بازی ساختم. کردم ریکو خیلی فاجعه یعنی اون چیزی که میبینی عمق فاجعه نیست دست سر بگی دستت میخوای با صورت بری تو تلویزیون ولی اسکیل باندو کنسل میکردن فالوت چهار نشون دادن بالاخره بازی مهمه بودش پلانت ورس زامبی گاردن وارفیر دو نشون دادن فورزا موتور سپورت شیش دارک سولز سه دیویژن ریمبو سیکس سیج رایز آف توم پکیج ری ریپلی معرفی شده سی آف رو معرفی کردن بعد از مدت ها انتظار بازی جدید ری معرفی شد دوباره فیبل لینجنز بند خدا مح... نمایش داشت گیرز, آ... گیرز آف آلتیمت بود که اونم باز لحاظ گرافیکی و اینا خیلی بازی اصلا خیلی خوبی چیز بودش. خوبی بودش آره. خوبی بود گیرز آفار چهار که ترکون چیزش اون زمان ها نه ما که مره. گرافیک خیلی خوبی داشت دوستمون اومدن وارد رو گفتن ترکوندن بکوارد هم خیلی آپشن خوبی بود. بود نهایتا هولولنز هم با ماینکرافت نشون دادن که اونم در کلاس خودش چیز جالبی بود هرچند مایکروسافت اسطوره تکنولوژی های بدون کاربرد و از بین رفته است توی های مختلفش زمین اسمارت کلاس رو اگه توجه میکردین دو سه سال تو ایتری خیلی زور زدن روش الان هم هست ولی کی استفاده میکنه میگه بریم سراغ ایتری 2016 ایکس باکس وانس رو نشون دادن همون شروع کنفرانس با باکس باکس وانس بود بعد گیرزاوار چار فورزا هورایزن سه ریکور اینه که همشون انساری بود دیویژن فاین فانتزی 15 بعد این سایت که این سایت زمانی بود البته خیلی کم بود فکر کنم یه ماه فکر کنم آره چون یه ذره بیشتر بود البته رو پی سی که اومدم زمان ولی وی هپی اف یو بود که اون موقع نمایشش خیلی خوب بود نمایشش خیلی اولیاش بود طراز هم نشد بازی سروایور بعدا دوباره تغییر پیدا آره. نکرد چون این بازی این وسط تغییر کرد تکن 7 بود دد رایزینگ 4 بود بعد مطمئن دد رایزینگ 4 یا 5 این مم. میتونه 5 باشه میتونه 5 باشه چون 4 دیگه اومد 4 لانچ بود سی آف تیوز بود دوباره اسکیل باند بود آخر نمایش بند خدا استیت آف بود که من هیچ خوشم نهیم از استیت دو ولی خب طرفدار داره با هیلو دو پراجیکت اسکورپیو که به نظرم خیلی تیر لهی بوده اینی شما نگاه بکنی گیرز چار و فورز او رایزن سه نمایش های خوبش بودن سی آف تیوز و اسکیل باند هم داشتیم بقیهش واقعا اونجوری چنگی به دل حتی از لحاظ بازی های ترپارتی پارتی و مالتی پلتفرم هم نمیزدن اومدیم 2017 که اسکورپیو شد وانیکس بعد فورزا موتور اسپورت 7 مترو اکزودوس، اساسین کرید اوریجین پاب که اون موقع پاب جی نمیاد واس پلی استیشن اصلا مال کنسول نبود خب مال چیز نبودش آره روان اومد دیگه یه اول... مدت بعدش آره اول روان اومدش روان اومد مدت ها بعدش روی استیت آف دیکی دو دوباره کودوین تاکوما هم بازی مستقله کاپهد که جالب بود کاپدش سی آف تیوز، کرکدان سه بالاخره نمایش دادن شداوار اوری... شده بود قبل اوری دو بود که اوری دو هم خیلی خفن بود و انتم این توجه باید بکنیم که ایتری 2017 دوباره سالی بوده که ماکروسافت میخواسته یه کنسول مهم و گرون قیمت رو لانچ کنه و بازی ها هم بعد براش فراهم میکرد بازی که بتونن گرافیک این مثلا قدرتمندترین کنسول تا اون موقع رو به نمایش بذارن عملا بازی هایی که می‌بینیم گرافیک انحصاری که گرافیک اونجوری عجیب غریب داشتن یه فرزای هفته میریم تموم میشه <applause> <applause> یعنی شوکیس گرافیکی دیگه نداشت تاکوما که انستاری زمانی بود اگه اشتباه نکنم کاپدم که, که خب انستاری بود معلوم نشد چی شد الان واسه فورم اومده واس تو اینو در نظر بگی آقا تو میخوای قوی ترین کنسول رو کاملا قبولی رو لانچ کنی لا نمایش اوری اوری دو به نظرم گرافیکش خیلی خفنه ولی اینا چیز نشون ندن اون موقعی که نشون بده چون اوری یک خب از نظر ایندی بازی خفن این. اوریدو به نظر من اصلا بازی یه نمیتونه سازنده ایندی بسازه اولا. اصلا با سایت های بازی رو باورت نمیشه بازی دو همچین با سایت های خفن و اپیکی داره ولی اینا باز رو اون جنبش تمرکز نکرده دقیقا شما میگم بعد ای 2017 لانچ شد دیگه ده ده. ای ایکس باکس ای ای ایکس باکس وان ای ایکس و شما هیچ بازی گردن کلفتی نمیبینید که گرافیک قوی ترین کنسول تاریخ عمل هنوز هم قوی ترین کنسول تاریخ ایکس به نمایش بذاره برای شما خیلی جد ضعیف بوده ماکروسافت تو سال 2018 رو برو 2018 یه بالاخره بعد از مدت ها پنج تا, تا استدیو رو اعلام کردن که خریداری کردن میخواست ماشون بگی دابل فاین نه دابل فاین دابل فاین, نبودش تا جایی که من یادم نینجا تئوری بود نینجا تئوری بودش سازنده های وی هپی ها فیو بودش بعد چیز پلی گراوند بودش سازنده اسلاید براین ف... استودیو براین فارگو رو خریدن براین گرفتم و ابسیدین هم اون موقع گفتن یا اینکه بایدنم. بعدش بوده هم یادمه که دابل فاین رو یه ذره با فاصله اگه ما حالا یکم اینا رو اینور اونور میکنیم شاید اشتباه اشتباهی باشه شما چون میگم خیلی یه سری اینا چیزایی بوده که ما هم سری جمعش کردیم شاید یکی دو تا قلمو مثلا اشتباه بگیم ولی اگه چیزی هم باشه باز خودمون اصلاح میکنیم. آه. بعدش بتلفیلد پنج رو نشون دادن که عملا چیز شد دیگه عملا تبدیل شد به بدل کال آف دیوتی که توی سونی بودش توی نمایش های سونی بودش آخه بعدم بود بتلفیلد پنج خیلی بد بود باتلفیلد 5 بله هیچ فرقی هم نسبت به یک لحظه گرافیکی اونجوری نکرد رو پیسیش خیلی گردن کلوف بود ولی کنسولیش اون اصلا بازی بدی بود ترکدان سه رو داشتیم ول نمی کردن اینو سایب پانک بی سفت بود که اون نمایش با مزدش بود که چیز اومدش آره 2018 بود که کیان ریوز اومدش 2019 بود 2018 بود آقا دبل فاین همون 2019 بوده دابل فاین 2019 بوده آره گفتم اون یه سال بعدش هم یه استودیو گنده گرفتم بعد DMC ام پنج رو نشون دادن داین لایت دو از نیومده اصلا نه فالوت 76 بعد ارزم به خدمتون که فورزا هورایزن چهار گیرز پنج. پنج هیلو اینفینی این ستاره خوب اومدن آره جاسکاز چهار کیندام هارتس سه مترو اگزادوز. که کیندام هارتس سه فقط توی ایران نمایش اختصاصی نداشت اون تیری هر جایی پیدا کردن سونی بود مایکروسافت بود بود آره همه جا گذاشتن یعنی جایی نبود دیگه اینو نشون ندن مترو اگزاداس بود اوریند ویل ویسپ پابجی سی آف تی پابجی فکر کنم سیزه میزن و اینا بودش سی آف تی سیکیرو شد آفت توم دیویژن دو وی هپی فیور شما نگاه کن کنفرانس خیریه بوده برای استودیوهای بازیسازی و ناشرهای دیگه به کرکتان سه انحصاری بوده بعد فورزا هورایزن 4 و گیرز و, پنج هیلو و, هیلو و هیلو تا بازی اوری 5 تا همین همین. زم. سی آف تیوز هم که معرفی خود بازی نبوده معرفی آپدیت مابدیت و این داستان از بین سه 6 هفت او سیاد 10 سیزده ارزم به خدمتتون که 16 از نزدیک 20 خورده بازی کلا 4 5 تا سالی بوده خیلیه برگزار میکنه ما گزار توی تیریاش 2019 من بگم کس را بعد رو چیز رو بگی اینساید آره. ایکس آره. باکس آخرین این تیری که مایکروسافت برگزار کرد با توجه به اینکه امسال کلا این تیری کنسل شد 2019 بود خرید دابل فاین رو گفتن که خبر خوبی بودش ایج اف امپایرز دیفینیتیو ادیشن نشون دادین ضربت بتل تودز معرفی کردن که همه فکر میکردن بیان نسخه سبودی خفن ازش معرفی کنن هم خوب میزد ولی گند آره بلرویچ بودش بازی بلرویچ شیشانی ما دادیم خودم بیلیدینگ ایج, دلاته ایج. دلاته دلاته. که فاجعه بشری شدیم این بیلیدینگ ایج هم بازی بودش که اومد بود. در نیجا از اینجا اولین بازی که برای مایکروسافت تولید کرد قبلش داشت میساخت Borderlands 3 Cyberpunk 2077 فکر کنم اینجا بود که کیانو ریوز اومدش داین دا لایت 2 دو دوباره الدن رینگ که قایب بزرگ همه مراسم های بعد از اون بوده ام. هر جا مراسم مروز می‌کنه میدونی بر... شاید میگن سر چی که نمایش نمیدن سر اسمش چرا میگن مشکل ترد مارک پیدا کردن امکو او. آره نمیدونم میگنم تو یه ریجن بوده من خبرش وقت پیش خوندم یادم نیست حالا اون خدای اونایی که میازاکی بازن قطعا میدونن اگه میدونن بیان اصلاح کنن ولی یه مشکل میگن خیلی سر این مشکل داشتن بعد گیرز 5 بود هیلو اینفینیت بود مایکروسافت فلایت سیمولیتور اوریا دو سی آف تیفز دوباره این گندش رو در آدم با سی آف تیفز. سی آف تیف استار وارز جدای فالن اوردر اوتر وردز و ویسلند سه که ویسلند سه ترکون ولی انصاری نیست با اینکه که سازندش چیز زیر مجموع مارکرو سافت اینجا باز میبینید که خیلی اونجوری خبری از به انحصاری های گردن کلوف نیست اونجوری یعنی گیرز پنج و هیلو اینفینیت که سال قبلش هم بودن یه بیلدینگ ایج بود که فیل معلوم بود از ابتدا بوی فیلیش میاد Age آف Empires هم که اصلا موازی پی سیه فلای سیمولیتور هم که اصلا معلوم نیست اصلا روی ایکس باکس هم با بیاد فعلا با این وضعیتی که داره بعید می اصلا میگه احتمالا در شوش حد ریور رید, رید میشه وان میتونه راحت اونه اجرا کنه حالا راحت هم نمیتونه راحت هم نمیتونه نمیتونه توان... چون الان دیگه مثل کرایسیس شده ولی میتونه اجرا کنه اون روز خبر اومده بود که پیش پیشمینی کردن ف... ارزه مارکروزا فلایت سیمیلایتور میتونه درآمد 21 میلیون دلاری رو برای بازار سخت افزار پی سی به همراه داشته باشه انقدر که ملت میان آپگرید کنن ببینن اجرا میکنه دست یا نه این داستان هستش و ایتری, دوز... ای 2019 2018 و 2017 واقعا بد بودن یعنی آره. سه سال آخر رو به حسابی خرابکاری کرد تو این سال چهارمش هم که الان هستیم هم کسا ادامه شو براتون میگه اونجوری تفاوتی حاصل نشده مجموعه ای از بازی مالتی پلتفرم رو من البته تو سایت ایکس باکس می 2020 به نظرم از نمایش اخیرشون از چند منظر بهتر بود الان که نگاه میکنی بهتره آه. ببین چون دو تا بازی, بازی چیز ما ببین ها کن اساسا این برنامه چیز اول معرفی کردن اشتباه نکنم این قضیه که شما بازی نسل قبل بخری این از فیلی چیز میشه تو همین این ایکس ای... باکس ای این نه این چیزا رو میگی تو اسمش یادم نیست زیاد yes. دارد ایکس باکس اسمو عجب عجب آره اساسن کرید وال هالا رو معرفی کردن خب که اصلا نیاز نیست یه چیزی رو جوش بگیم همین هم البته که اساسن کرید وال هالا قرار بود گیم پلی نشون بدن فقط این آره. این گیم بود شاتاش اصلا گیم پلی نشون داده نشون ندادن کال سی بود که اینم من فکر می‌کردم اول انحصاری گویا نیست بعد با این چیه بازی دیپ سیلور چروس کروس کروس چروس اینا که هیچی درت 5 بود این درت 5 سر قضیه 120 فریمش خیلی ترکوند که بعدا معلوم بعدا معلوم شد رو پیس هست مدنه که یا اول فاز مدنم که دیدید چه فاجعه ای بود یه بازی جدید بندای نامکا بود اسکالت نکسوس بعدا به این بازی اسکورن که این بازی اسکورن ای یکی از مورد علاقه ترین بازی های منه که خیلی کار خفنی من از کرد کردین حسابی ایکس باکس کردش پس پی سی هم میاد ولی چون تقریبا تمام بازی ایکس باکس پی سی میاد ولی خیلی بازی خفنیه از این منظر به نظرم یه گل خیلی بزرگ زدن بعد بازی چیز سیکن این بازی است که سه نفر کوپ با دایناسور ها می جنگه این یکی هم مثلاً یادم نیست کدوم بازی اسنت اسنت آره. اه... چیز رو فکر میکنم اینی که ایزومتریک بود بازی اینا آره. خیلی خوبم میزد بازی بازیش خوب میزد یکی میدیومه که میدیوم ترکوند به خاطر اینکه خیلی فا... وایب سایل به داشت و گفتن که گفتن خودشون که روی ایکس باکس فقط میتونیم کنیم هم برای هم ولی بازی خفنیه سی فریمه ولی علتش البته به نظرم عجیب نیست چون همزمان دو تا دنیا رو نشون میده یعنی چیز عجیبی نیست ولی کلا این معرفی مدیوم و انحصاری شدن اسکورن به نظرم خیلی باحال بود میتونست حتی اسکورن رو تو نمایش جدید نشون بدن چون, چون بازی که کار ندارم بازی اصلا نمرش میاد چه ولی از نمایشی بازی خفنیه آره میتونه خیلی خوب گرافیک و بعد جلو هم خیلی جلو هم رفته ساخته بازی این هزار ساله دارن میسازنه دقیقاً بازی بعدی که نشون دادن ومپایر د ماسکرید بلاد 2 که الان تاخیر خورده امید میره که بازی خفنی بشه به خاطر اینکه دنباله یکی از خفن ترین تاریخه و یاکوزا لایک دراگون که دیگه یاکوزا چند وقت پیش مولتی شد این لایک دراگون هم هست که میاد دیگه همزمان مثل سری قبل یاکوزا نیست که انحصاری فقط پلی استیشن باشه میرسیم به نمایش جدید نمایش جدیدشون ایکس بای سریز ایکس گیمز شو کیس بود که همین آخریه هیلو اینفینیت که دیگه بحث کردیم در رابطه باش و حرف دیگه باقی نمونده از بد بودن و فاجعه بودن این بازی بعد ما داریم این حرف رو به عنوان کسایی میزنیم که ما خودم فن هیلوییم یعنی از ما ناراضی تر پیدا نمیکنی در زمینه وضعیت فعلی هیلو بعد از اون فاجعه واقعا من پنج بازی کردم آزار دیدم خیلی بد بود استیت آف دیکی سه رو داشتیم نمایش معرفی شد خیلی شو... درست کردن استاف آف دیکی سه نمایشه CG هم بود آخه سی جی هم بود CG نشون میدین فورزا موتور سپورتس اه... سازنده اینا رو هم خریده بودن ها. آره این س... سه من نوشتم اشته چرا فورزا موتور سپورتس نشون دادن ایور وایلد که بازی جدید ریر بازم معلوم نیست چیه آره اصلا این چیش معلوم نیست چیه ایور وایلد مسئله ای که داره هنوز گیم پلیش معلوم نیست چجوری قراره بازی بشه یعنی فقط لازم گرافیکی اون چیزی که دیدین مشخص کاملا 100 درصد نیست گیم پلی بازی هنوز هنوز در این حده با اینکه بازی ریره تل و بازی این اسم مراسم رو شما ببین ایکس باکس سریز ایکس گیمز شوکیس یعنی بازی ها نسل بعدن همه تا اینجام همه به بازی ها نسل بعد بودن حالا هیلو اینفینیت مثلا کراس تل می که اصلا اومد بازیه اومد به با همچین مالی هم فکر کنم هفتاد خورده بود متاش بازیه که تاریخ ریلیز دارین ازش اعلام میکنین بعد با اون گرافیک اون فاجه چیه اون اصلا برای چی آوردیم معرفی میکنیم فقط میکنیم پر کنینش اوری دو رو اومدن ساپورت 120 فریمش و ایکس باکس سریز ایکسش رو اعلام کردن که این 120 فریمش باز خوب بود آوتر وورز دیلس آوتر وورز رو مشخصا به دلیل اینکه که ابسیدین استودیوشونه گذاشته آبا چی کن نزاری مگه چی میشه نزاری دیلسی تو ایس باز گیم شو کیس دیلسی باز آوتر وورز گرانده دو باز چرا بگذاشته چرا نشون دادن آخه گرانده دو گرانده دیگه ما اصلا کار نداریم بازی خیلی بازی محبوبیه ها ولی چرا بازی این شو کیس نسل بعده اصلا اواد بود که باز سی بود اوکی ما خیلی خودمون طلبه دانجن کرالر توسط ابسیدی هم با بودجه خوب و گرافیک مجدی هستیم که بزنه له کنه, کنه در, در کنه ادامه بتستا رو <applause> ولی با سی جی از داسک فاز می کدومه اون بازیه که عکس عکس از دو بود نقاشی عوض میشه <applause> چی چیو داریم با قدرت کنسول داریم با این نشون میدین دقیقا چی کار دارین میکنین سایکونات دو هم که بازی این نسل مولتی پلتفرمه بابا من همه اینه یه طرف دستینی دو <تص> خودت خودتون رو خراب کردین گرافیکش از هیلو بهتره دستری دو اضافه بازی هم معرفی شد و در نسل بعد میتونیم بریم مشتی با فریم ریت و, و رزولوشن بالا در بازی بکنید استاکر دو آره استاکر دو معرفی شد اون تیزر هم میگن لانچ کنسولش چیز تایم اکسکلوسیو هم هستش میگن ریتریسینگ تریسینگ ساپورت میکنه اون نمایش هم این انجین بود حالا این انجین به نیست که گیم پلی هم همونه ولی نزدیک به چیزی که قراره تو بازی ببینین خیلی سورپرایز خوبی بودش انصافا وار همه 40k Dark دارک تاید رو داشتیم که با ما سالنده سیج... برمین تاید دیگه سی جی بود فکر میکنم اونم در تتریس افکت کانکتد معرفی شد بازی دیر یکم هم... معرفی کردم مقدار... با سیکس باکس یه مقدار در اصل این چیزه کامپلیت ادیشنش دارم برای ایکس آره. باکس میدم بیرون دیگه دی گانک سازنده استیورد ساختن حالا حالا به نظرم چیزه سازنده استیم ورد واقعا کارشون درسته ولی نمایشی خوب نبود یعنی از اون درد درمون توت فرنگی چیز بودش باگز نه آره. اون که هیلو اینفینیتو میزنه با گرافیکش بعد <تصح> <تصح> مدیوم مدیوم تریلرش م... خوب بود مدیوم. دو تا دنیا آره. و اینا رو قشنگ نشون دادن یه چیزی فهمیدیم فانتزی استار آنلاین دو میدونی که من با بامزه بهتون میگم این فانتزی استار آنلاین عملا میشه اولین ام کنسولی رو دیریم کست ملت آنلاین اینو بازی میکردن حالا من نمیدونم زمان پسند مثلا قبل اون مثلا چه من نینتندو 64 پیس فونی یه چیزی داشتن آنلاین این ام بود ولی این اولین از این نظر جالبه کراس فایر هم نمایشش خوب بود چون نشون ندادن کمپینشو کراس فایر <تصفائر> از نظر من تو حداقل دیده گرافیکی گیم پلی که نمیشه دید گرافیکی بهتری نمایش آه. ماکروسافت <صورت> اولین رمدیه آره و اولین و تنها بازی هم بود که کل این نمایش روز گیم نیست یعنی بهترین گرافیک تو روز گیم نیستش واقعا وای چرا فیبل هم که کراس های ایکس البته که میشه کمپینش خود فیل اول نمایش گفت که هر بازی نستاریا واسه گیم پس میاد نمیاد این دیگه خب این اصلا قضیهش فرق چون کراس خیلی بازی تو چین از این بازی است که چند صد میلیون یوزر ثبت شده داره آره. و نهایتا هم که فیبر جدید معرفی شد در اوج ناامیدی با تریلر سی جی یعنی فقط توی دنیا بیلیزارد انقدر اعتماد به نفس داره که سی جی پخش کنه برای بازیاش چون هم یه تیم به سی جی سازی داره به نظر میاد که مایکروسافت داره به هزینه اون عمده رو میکنه برای اینکه سی جی بسازه اون یه نکته جالبی آدم اومد این بحث و نمایش و تریلر میگن هیلو اینفینیت نمایش اولیه شده که کلاش آره, آره, آره، گرفته بود و بعد چهار تا آدم اونا اصلا دیگه ساخته میگن دقیقا شده. میگن که اینو کلا اون موقع حتی اصلا انجین اونجوری آماده نبوده که بتونن توش خروجی این شکلی بگیرن میگن دادن به یه جای دیگه تیم دیگه آوتسورس گفتن یه چیزی اینجوری برای ما بسازید یعنی اصلا هیچی چی دیگه واقعا دستتون درد نکنه و اونو به اسم این گیم قالب کرده بودن تا جایی که یادم این انجین قالب کرده بودن تو کدوم انجین تو کجا کی ساخته چرا اذیت میکنین بابا اینا رو ما همه رو گفتیم دیگه واقعا قضاوتش با خودتون میتونه باشه که بیا نگاهی بکنید به کنفرانس هایی که دام متریک با اون دماغ قشنگش میذاشته تا فیل بزرگ برگزار کرده و خودتون میتونید هم از دامتریک. اصلا این که این آدم آدم نگاهش من مشکل هم با فیل اسپنسر نیست ناامیدم کرده دقیقاً یه آدمی که چند تا بازی مایکروسافت و عاشقانه دوست داره خیلی نامیدم کرده بیشتر می کجا آدم یه ذره همین داستان ناامیدی براش به وجود میاد که این ظاهرا و شاید حتی باطنا مدیر کوچلواری نیست تیشرت آره. گیم میپوشه خودش کلی آنلاین بازی میکنه با ملت در ارتباطه و این کارا رو داره میکنه و سوال پیش میاد که شاید بحث مدیریتی در از استدیوهای گیم سازی مایکروسافت و کلا داستان ایکس باکسش شاید ایرادات دیگه ای دارن یا اینکه اصلا اونقدی بهشون توجه نمیشه که باید بشه با اینکه تا حدودی دارن اون کارهایی که اسپنسر میخواد و انجام میدن مثلا تو در ظاهر مثلا یه سری, سری چیزای کارهایی که کرده کارهای خوبی بوده خب اینا بعد از اینکه امتیاز گیرزو گرفتن از سر که داشتن خب به هر حال بازیایی که ساختن انحصاری که ساختن زیاد نبوده ولی کم هم نبوده ولی کیفیت ها بالا نبوده استودیو باید میخریدن خریدن ولی نما... ما... چیزی ندیدیم هنوز خب خیلی کاره دیگه کرده که تو بخش بعدی بهش حالا اشاره کنیم یه سری اشتباه تاکتیکی هم داشته مثلا کنسل کردن اسکیل بام. اشتباه تاکتیکی تاکتیک. یه چیزی که که وقتی می ریکور اومده البته است بگیم ریکور قطعا بازی بود که بودجش خیلی محدود تر بوده و اسکیل بازی پرهزینه چند ده میلیون دلار قطعا بیشتر بوده ولی ریسک دیگه مثلا سونی لسکاردین همه میدونستن سودآور نیست ولی موند پای بازی بازی هم پرفروش نشد ولی یه تفاوت در یه اچیومنت قشنگ بازی مثل لسکاردین یه سری کارهای دیگه هم کردم مثلا اومدن کلشن اوم... کولیشن که الان کولیشن قبلا بلک تاس گیم بود اومدن یه چیزی عراش مانونس کردن که یا... دوره دامتک بود دوره. آره. تو ریمبو سیکس بود حالا چیز الان بیرون. اطلاعات جدید شاید بر... به اون مرتبط بشه بعد یه رفت و شد کلیشن و اومد اصلا رو گیرز کار کردن از قرار گیرز بسازن این بندگان خدا از اون اینیشیتیو رو راه انداختن و کلی آدم گردن کلوف آوردن توش هنوز چی معرفی نشد الان شایعش هستش که تو دنیا پرفکت دقیقا و میگن که اصلا اون بیلدی که داشته بلک تاس کار میکرده همین پرفکت دارکه بوده ولش کردن الان اونا اومدن همونو برداشتن دارن یه کارایی روش میکنن و تو یا از اون مثلا تو میبینی که سه سال شایعه فیبل هستش بعد میای آنونس میکنی با سی جی چه کاری تو سه سال هم همه گفتن سازنده کیه دیگه همه, همه چیش معلوم بود. <applause> دیگه فقط ریزش و ریزش هم گفته بودن کی داره چیکارش رو میکنه کی داره چیکارش رو نمیکنه این که با سی جی معرفی میکنی واقعا ضد دیگه یعنی نشون میده که اصلا آمادگی برخلاف اون طوفان اولیه که اومده بودن تونتون کنسول نشون بده فلان بیسا اینا الان نگاه میکنی میبینی که کاملا دارن چیز میکنن دنده عقب میرن یعنی هرچی ساختن رو دارن خراب میکنن آره. تنها راه فرارشون به قیمت در حال حاضر از شکسته آره. شکست احتمالی دوباره اصلا جالبش اینه که اسپنسر یه کار بامزه دیگه کرده خب یعنی که الان کنسول ایکس باکس ایکس کنسول قوی تریه خب ما داریم راجع به مایکروسافت حرف میزنیم که درست ایکس باکس اورجینالش ترکوند آره. ولی دو نسل پشت سونی بود حالا ایکس باکس 360 چون معماریش فرق میکرد با پی اس 3 بازم بازی گرافیک خفن زیاد داشت آره. ولی ایکس باکس وان که پوچیت قشنگ دید قضیه کینکت و اینا ولی الان تو مثلا کنسول میبینی مثلا با اس اس تی کار ولی از قدرت واقعا قوی تره قوی تره سی پی یو شون خیلی قوی تر نیست جی پی یو ولی خیلی قوی تره, تره. اصلا اینکه کنسول قوی تره که تو شکی نیست ولی اینه که بحث دیزاینش که مثلا بحث اینه اینه که شما آیا استفاده داری میکنی یعنی ما اصلا بحث مقایسه ببنید. با سونی رو نداریم ولی تو بعد ببینی از دوشتش دوشتش استفاده می‌کنی. یه جوری میبینی خیلی عالی عمل کرده واقعا در مورد فیل حالا قبل اینکه بریک و بدیم بریم سرش اینی که این فازش که توی یه چیزی عالیه بعد توی چیزی افتزه آدم اصلا نمیتونه درک کنه اینو یعنی من به شخص سالهاست گیم رو دنبال میکنم کیس مثل این ندیدم تو بین شرکت های بزرگ دقیقا بریم یه فاصله بگیریم بریم یه فاصله بگیریم دوتا بخش دیگه مونده و این دوتا بخش بخش های جالبی هن. بریم و برمیگردیم دوره ادامه میدیم صحبتامون رو این بار میخوام از یه دید دیگه مقایسه کنیم عمل رو. کرده فیل و, و بریم, بریم پیشینه آقای اسپنسر هم ببینیم که ایشون چه کارهای مثبتی کرده بریم. با نزدیک شدن به عرضه کنسول اکس سریز ایکس، و در کنار اون انتشار جزئیات بیشتری از این کنسول تصمیم گرفتیم تا در آیتمی مجزا به معرفی مشخصات سخت افزاری خانواده ایکس باکس بپردازیم اینکه مایکروسافت از چه نقطه‌ای شروع کرد و با چه چالش‌هایی از منظر سخت افزاری روبرو شد تا این لحظه که این کمپانی در نظر داره به زودی چهارمین کنسول خانگی خودش رو روانه بازار کنه همچنین سعی کردیم تا با استفاده از آمار و ارقام معتبر ارائه شده در خصوص کنسول‌های ایکس باکس و مصاحبه‌های انجام گرفته توسط مدیران و تیم ایکس باکس دورنمای دقیق تری از این محصول مایکروسافت رو خدمت شما ارائه کنید خب این آیتم بهرام فکر کنم دیدید حالا کاملش نه کاملش نباری اونجا زده بودن میتونید برید ببینید آیتم خیلی خوبی هم هست ما قبلا یه دونه کامر واسه پلی رفته بودیم دیگه بهرام هم فکر کنم یه ما پیش یه ما پیش نوشته بود گفتیم بذاریمش همینجا یا برام بهتر نبود برای نوشتن آیتم ایکس باکس آره ای خودش در جریان همه چی هست یه تمایلاتی هم داره قش داره سمت ایکس باکس خودش نوشت و خوبم نوشت انصافا <متعابت> خوبه ولی منطقیه <متعابت> آره نه از شوخی میکنیم بابا اصلا این فازا نیستش کار <متعابت> 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 خوب زیاد کرده فیل اسپنسر یعنی ما حالا اومدیم از لحاظ بازی شاید عمل کردش خوب نبوده ولی از لحاظ تصمیمات جانبی کارهای بد زیاد نکرده یعنی کارهای خوب کم نکرده این بگیم <تصفح> بهتره چولش ایجاد میکنم تو جمله بندی بگو کسی بینیم چی کارو کرده فکرم خفن ترین کارش که سرویس گیم پسه کمال اومد اون فاز نتفلیکس و توی سنت بازی و خب گیم پس هم میدید با اینکه شما یه پول خیلی کمی میدید حالا به صورت ماهانه سه یه ساله و میتونید یک کلکسیون بزرگی از بازی ها رو انجام بدید انقدر تاثیر گیم پس زیاد بود که اومد سونی واسه پی اس نا واسه اناوین پلی فورش چون دکمه دانلود اضافه کرد یعنی <applause> دیگه لزوما بحث کلاد کنار رفت بازی واسه بازی پی اس هنوز بازی کلاد نمیتونن پورت کنن الان مثلا گفتن پی اس بکورد نداره توپ بود پی اس رو نمیتونه اجرا کنه اصلا 3 دیگه 2 دنیای دیگه 2 رو میتونه تو رو حالا فعلا آنا... که یوبی سافت حذف کرد اون ببینیم که چی میشه ولی منطقش هم اون فور بود که بخواد باشه سرویس که این پس رو داد بکوارد و از همون موقع اومد کل خ... شما خیلی خوب خیلی خوبه یعنی واقعا کسایی که به خصوص قبل از ایکس باکس وان هم بازی ها رو روی ایکس باکس اول... به شکل, اورجینال تهیه می کردن خیلی گزینه خوبی بود مثلا شما میتونید بازی رو بخرید رو و از اون که بازی در دسترست قرار میگیره بهتری بود که یه سری بازی 720 چماق رو میتونستی حتی تو روانیکس فورکه خوب و خوشگرافیک و اینو بازی کنیم مثلا از کانویکشن اون موقع رو ایکس سجرس با لغت اجرا میشد در حد ویدیوهای های 480 یوتیوب بود در لحاظ رزولوشن بعد الان شما میتونید روانیکس فورکه نیتیو بازی کنیم و فریم ریت استیبل خیلی آپشن خوبی بود که از بازی اورجینال هم میتونه آره اونم حتی میتونه آپ اسکیل بکنه از این جهت خیلی خیلی گزینه خوبی بود و تصمیم به جای بودش ارزه کنترلر الیت بود کنترلر خیلی خفنی یعنی واقعا بود مثلا واسه بازی آنلاین فولادن کسی که مثلا اونارو چیز کنه حالا واسه ما خیلی گرونه ولی اون وقت قیمتش به نسبت اینکه تو بخوای مقایسه کنی با دستای الیتی که کمپانی ترت پارتی میدن قیمتش به نظرم خیلی خوب بود یکی روابط عمومیش فوق العاده است ویل اسپنسر به شدت روابط عمومی فوق العاده ای داره چه یوزرا باش خیلی حال میکنن چه حالا استودیوهای دیگه یعنی روابطش خیلی خوبه کلا هم نسبت نسبت به رقبا هم همین روی کرده رو داره یعنی هیچ جا همه. کم نذاشته از این جهت که بخواد تبریکی بگه دستاورد بقیه رو تمجید بکنه علاوه کرکتری و چه خیلی خوبی آره. داره به نظرم و این به برند ایکس هم خیلی کمک می‌کنه. به نظر کاراکتری خود خی... کاراکترش خیلی کاراکتر چیزیه، کاریزماتیکیه. ولی حالا بازی خریده خر... استودیو خیلی خفنی خریده. آره. استودیوی خریده که همشون حالا بجز اون سازنده وی که من واقعا نمیدونم واسه چی گرفتن. و... چرا؟ ولی بقیه سودایی که خریدم هم خوبین خوبی <applause> یا عالیان یا خوبن چیز نه متوسط دیگه توشون تو, تو پیدا نمی کنی به این قضیه پلی وره که باز این بیشتر طرفدار پی سی الات عشق کردن که شما یه نسخه بازی رو میخری واسه ایکس باکس پی همون موقع میتونی همه جو بازی کنی سه با همون سیف و خیلی چیزای دیگه من خودم استفاده نکردم حقیقتا پول ندارم پی سی <applause> <تصال> ولی ایدش خیلی خوبه عارف. و در نهایت میرسیم به اینکه بازی های نسل هشتم شما میتونید راحت برید رو نسل نهم بازی کنید بدون اینکه حالا پول خاصی حالا درست ایستاری ناشرا مثل اکتیویژن اینا و به اون صورت نیست سیستمشون ولی خیلی ایده جالبیه یه چیزی هم که ما اینجا ننوشتیم داستان در اصل آشتی کردن دوباره مایکروسافت با اسنیمه درست. به خصوص الان مثلا همون اول که هیلو اینفینیت اومدن کامل معرفش کرده اینا گفتن از روز اول تو استیم به فروش میره فلاک سیمولیتور هم همین برنامه رو براش گذاشتن و این انحصار طلبیه رو انصافا فیل اسپنسر حداقل در رابطه فیل اسپنسر خیلی حرف میزنه در رابطه با انحصار طلبی و که خوب نیست و هم هدفش سونیه چون سونی حالا جدای از اینکه استودیوی فرست پارتی زیادی داره که تولید بازی های با کیفیت و براش به همراه دارن از زمان ps 4 و بعد از اون به خصوص لانچ PS2 خیلی خوب بازی های ترت پارتی و اکسکلوسیف میکرد برای کنسولاش PS2 رو همین الان برین لایناپ لانچش رو ببینید ببینید که خیلی از بازی رو هیچ کدوم سونی نساخته ولی اکثرا انساری ها. چون اون موقع رفت همه رو انحصاری کردش و خیلی هم کمک کردم به فروشش همین PS4 هم کم نداشت از این PS4 موزینا. خیلی آره. PS4 درده PS2 نیست ولی مشخصا از منظر انحصاری از PS3 قدرت منداره. آره. و خب این, این داستان ها. و فیل اسپنسر حالا کمابیش و عقب جلو و بالا پایین بهش نقد داشته که روی کرده انحصار طلبی کمپانی ها به ضرر گیمرهاست. ولی نمیشه خیلی حرف درستی دونست چون بازار کنسول اصلا بازار انحصاریه ببین بحثی که وجود داره اینه که به خصوص تو زمینه کنسول ها این رقابت هست که باعث پیشرفتشون میشه و یکی از اصلی ترین چیزهایی که این رقابت رو شکل میده عناوین انحصاریشون یادم <متصفح> <تصفح> <تصفح> میرسن اینقدر حواسم <متصفح> به جای دیگه است همه شدم میرم <متصفح> <متصفح> با ضبط اینا کم بردارم این داستان این حساری ها اصلی ترین آملی که این رقابت ها رو شکل دادن دیگه و تبدیل میشن به دلیل برای اینکه شما یک کنسولی رو خریداری بکنید یا نکنید مثلا ما خودمون شخصا اول این نست ایکس باکس وان رو تهیه کردیم که بتونیم روش هیلو بازی بکنیم مثلا توم ریدر قرار بود بیاد کوانتوم بریک قرار بود بیاد گیرز بتونیم بازی کنیم این انساریاش بودن که باعث شدن ما بریم ایکس باکس وان رو تهیه بکنیم که همه هم از تو زرد از آب در اومدن ولی خب ماجرایی که وجود داشت این بودش که همین ها حتی با همین معرفی ها و قبل از اینکه بیان و نتیجهشون مشخص بشه لازم کیفی در چه رده ای قرار میگیرن باعث شدن که ما بریم ایکس باکس ها رو بخریم همین الان هم اگر این داستانه به این شکل یعنی بازی انحصاری خوب برای ایکس باکس معرفی بشه و بیاد ایکس باکس سریز ای ایکس باز دلیلی میتونه باشه برای اینکه یه کنسول حالا ما وضعیت ما تو این لنگه دنیا کلا متفاوته با همه جای دیگه خیلی ملاک خوبی برای جامعه آماری نیستیم ولی کلا <applause> خودت مثال زدی خدا مثال زدی گفتم دیگه دارم ما موقع داریم میگیم که یه ذره شبیه تر بودیم به جای دیگه در زمین خرید کنسول و بازی ولی ماجرایی که وجود داره اینه که خب جدای از قیمت و قدرت و این داستان ها بار اصلی رقابت کنسول ها رو در از بازی های انحصاری به دوش میکشن و اینکه خب اومد ماکروسافت این انحصار طلبیه رو حداقل تو اکوسیستم خودش از بین برد پی سی و قاطی ماجرا کرد حالا میبینیم که همچنان سعی داره که دارندگان ایکس باکس وان هم راضی نگه داره با بازی هایی که آپدیت میشن بین دو نسل ولی خب میبینیم که سونی اصلا همچین روی کردی نداره خیلی هم به نظرم دلیلی نداره که بخواد همچین کاری کنم چون بعضش خوب علاوز بازی انحصاری و فروش خب بریم به مقایسه ناراحت خورنده میخوایم اینجا الان بازی انحصاری ایکس باکس 60 رو براتون بگیم نمره متاش هم بگیم بگیم چقدر تعدادش بوده که یک مقایسه باشه البته بازی هم میگم اینجا بنده خدا پیتر مور خیلی تاثیرگذار بود تو این بازی حالا به اسم دام هم بعد بگیم دیگه ولی اینجا میخوایم کلا چون دیگه ایکس باکس وان عملا دست فیل اسپنسر بود دیگه یعنی از اول ناس گفتم بفهم ولی خب مثلا پیتر مور اوایلش رفت خیلی کارا رو انجام داد زمان ایکس باکس اورجینال هم بود یه وسط 2007 رفت یعنی دو ماه قبل از عرضه هیلو سه رفت خب بریم اول من ایکس باکس 360 رو میام وانا محمد بگه اینا عناوین انحصاری اکس باکس بودن که لزوما همشون هم ناشراشون مایکروسافت نیست اینم که میگم انحصاری یه سریشون واسه پی سی اومده انحصار کنسولیه انحصاری کنسولین واسه ایکس باکس هم همینجوریه شروع کنیم دد رایزینگ 1 متا 85 یه چیزی ما از الان ما حالا تعداد کلی بازی انحصاری ها رو داریم من همین الانم هم به شکل لایو یه چیز دیگرم بشنم حساب کتاب کنم ما ملاک یه بازی خوب میتونیم بگیم نمره هفت متوسط نمره هفتاد آره. که سبز متاکریتیکه آره. بالاخره یه ملاک آره دیگه هفتاد و مال چیز هفتاد و مال آره. متا آره. ما مثلا هم هفتاد و بالا میگیم. یه ملاک دیگه بالاخره آره. نمره حالا لزومن تنگ کننده نیستش ما همون کسایی که میگه میشمرم که چند تا بازی بالا 70 هم داشتیم به آره. جز اینکه چند تا انصاری داشتیم دید رایزینگ یک که متا 85 کمه و بازی لانچ ایکس باکس که ری را استودیو ریر ساخته بود و خیلی بازی خفنی یعنی هم بود 79 دار پرفکت دارک زیرو بازم مال استودیو ریر بازی لانچ 81 شادوران بازی که جز اولین عناوین آنلاین 60 بود قرار بود پیس 60 بتونن با هم بازی کنن مال استودی فاسا بود آره اف ای اس ای که بازم استودی انحصاری مایکروسافت بود بسن بعدش متا 66 بازی تو هیومن یکی از پرهاشه ترین بازی تاریخ انحصای ایکس باکس تا متا 65 بازی بنجا کازوی ناتسن که بازم بازی انحساری مال ریر 79 متا بازی ایس کمبت 6 80 چیجوری جوری ایس کمبت اینا این کردن واقعا از اون کارهای عجیب غریب که بازی انحصاری کنسول پلی استیشن رو همه نسخه ها انحصاری پی یو ایس کمبت 6 اصلا همه موندن بعدش هم متی شد کلا ولی این نسخه ایکس ایکس بود متاش 80 بازی بیوتیفول کاتاماری که خیلی بازی بامزه‌ای بود متا 73 بعد بازی بلو دراگون مطمئنی متا شفت اون نوع بلو دراگون آره بند خدا خب این هر بازی رو ترکوندم میگفتم بده و خوب نیست و اینا آخه اینا انتظار داشتن از مثلا پدر فاینال فانتزی ساگوچی ساگوچی این, مالا این اولین بازی, بازی بود از یه قرارداد انحصاری بسته بودن دوره پیتر مور که سه تا بازی انحصاری ساگوشی به سه است. بول دراگون لاست اودیسه و کرایان کرایان کنسل شد متاسفانه کرایان میخوایم گریت رو در بیم تو <applause> اپسید اسفیل برگم یک بهش اشاره آهده. کردیم اینجا هم باز بهش اشاره کنیم بول دراگون متا 79 کرکدان بازی انحصاری سه هست که ریل تایم ورد ساخته بود خالق جی تی ای ساخته بود دیو جونز متا 83 کرکدان دو سقوط آزاد متا 70 دید و دیدور لایو 4 باز, باز بازی لانچ برای تیم نینجا متا 85 <تصفيق> <تصفيق> شما مقایسه که اصلا فایتینگ این هست دورم متاش پایین ولی خب اونم بازی خیلی خوبیه ولی خب بازی لانچ بخوانم چیزی بدن جالبه فیبل دو میشه بهترین RPG انحصاری ایکس باکس متا 89 فیبل سه خب ضعیفتر و متا 80 فورزا و رایزن یک متا 85 فورزا و رایزن دو متا 86 فورزا موتور سپورت دو متا 90 فورزا موتور اسپورت 3 متا 92 فورزا موتور سپورت چار 91 ترکوندن اساتید گیرز اف 1 فکر کنم بازی سالم شد 2006 گیرز اف مت 2 متا 93 گیرز که بنظرم در حقش اچاف شد میتونست متاش بالاتر هم باشه خیلی بازی خفنی بود گیرز اف شروع نابود کردن برند گیرز متا 79 هیلو سه جانم بهترین هیلو تاریخ به یک از بهترین شوترهای تاریخ من از نظر من بهترین شوتری کنسولیه متا 94 نظری نداری من سه. خودم چون خیلی دو آتیش کمبت ایوال رو دوست دارم. سه, دارم سه رو خیلی نیستم روش رو من ایوالد ایوال از فیورت ها می گفتن هیلو سه تی د... دیست... متا 83 هیلو ریچ متا 91 هیلو کمبت ایوالد انیورسری که واقعا ریمستر خفنی بود مش گفت پایه‌گذارم ریمستر ری مدرن همین بازی هنوزم هم. که به حساب بکنی 90 درصد این مسترا در سطحش نیستن هیلو 4 متا 87 هیلو وارز یک متا 82 لاست اودیسه باز بازی ساگوچی متا 78 بعد بازی ناراتو رایزاف رایزاف نینجا اینو میگم که ناراتو یه قضیه داشت یه سری انحصاری پی اس داشت یه ایکس باکس ایکس باکس جای مختلفم میساخت آره. ایکس باکس ها رو یو بی ساف میساخت پی اس سی مال نمکو بود آره. اسم سازندش یادم نیست ولی مال نمکو همین بوده. چیز میساخت یه آ... سایبر آسورا... کانکت آسورا... میساخت آره سایبر, سایبر کانکت میساخت همون آسورا رس آقا عجب بازی خفنی بود. خیلی خوب خفن. بود متا 78 نس... نسخه اول انصاری ناراتو رایز اف اینجا 78 ناراتو د بروکن باند قسمت دومی که بازی بیساف ساخته 80 انتری این انتری خیلی سازنده خفن روی کش کار کرده بود خیلی بازی اینه. مهمی بود بازی مهمی بود داره, داره, داره موقع متا 61 انتری دو متا 45 <تصفح> نابود کرد انتری دو کنچوزی <تصفح> متا 56 داداش چرا ویوا پینیاتا که اینم خیلی بازی خوبی بود اون موقع خیلی مسخرهش میکردم منده خورا ولی انصافا بازی خوبی بود متا شده چهار اینم باز کار سود ریر دم ریر گم یعنی هر چی بازی ساخته بود نست قبل مت آخر بدترین متاش 79 چما بود که اون چما به نظرم متاش بعد 90 میشه حتی لانچ بود چون لانچ بود ویا پنیاتا ترابل این پارادایز متا 82 که قسمت دوم پی جی آر هم پروژه گاتم ریسینگ 388 این پی جی آر مال دریم کاست بود یعنی اولین نسخه هاش البسه پی جی هم نبودش اسم دیگه داشت ولی همون بیزار می ساخت پی 4 متا شد 5 نینجا بلید متا 68 که واقعا نامردی بود بهتر از این بود بازیش مال فروم سافت بود فروم خیلی رابطش حسنه بود زمان ایکس باکس اورجینال ایکس باکس 360 با مایکروسافت مال قبل اینکه دیم استولز و بسازه الن ویک جان متا 63 فایبل انیورسری متا 68 State of Decay متا 78 Prey بازی که من راجبش صحبت کردم اول پادکست متا 79 Outfit متا 70 این آوتفیت بازی ریلیکه سازنده های آره دانوار ساختن انحصاری سرش هستن نایمده مثلا پری باز پی سی اومده ولی آوتفیت نایمده بود فرانت لاین فیول آف وار مال سیده کیاس بود کیاسش هم با کیه که بعدا بازی هوم رو ساختن این بازی هفته ارزش نسخه پیستریش کنسل شد باره این 3 داشتن می صاختن. کنسل کنسلش شد انحصاری ریج ریسر 6 4 خیلی نمکو حال داد قشنگ نسل پیش به مایکروسافت 74 متا سینت رو یک خیلی زیبا شده به انحصاری من نمیدونم دیلی پشتش بود یا دیگه حال نداشتم سی اون موقع نیومد اون پی <laughs> تا به 2006 بود فکر کنم بعد, <laughs> بعد بازی یکی از فاجعه بارترین انحصاری سرش از کنگو لژند اف 938 از 48 تا بازی خود فکر کنم پیتر مور و هم نشینه بودن اسم اینا گفتن چرا انحصاری کردی 48 تا بازی 48 تا بازی, بازی انحصاری داشته هست و به شکل عجیبی 42 تاش بالا متای هفتاد بودن 6 تاش فقط پایین متای هفتاد بودن میشه گفت هفتاد واقعا آره. بازی اوکی و خوبه بذار من اینا رو چیز کنم آم تو هم میخوام انجام بدم خب بریم سراغ بازی های ایکس باکس وان دید رایزینگ 3 78 بوده بازی که لانچ بود فورزا موتور اسپورت 5 دوباره بازی لانچ دیگه 79 کلر اینستینکت باز بازی لانچ 73 که خیلی هم خوب ساپورتش کردن انصافا رایز بازی لانچ دیگه بود که شوکیس گرافیکی هنوزم 60 دی4 که کسا در روش کامل توضیح دادش بازی خاصی هم بود و متای بعدی هم به دست نیورد 76 تایتان فال اون موقع در کنار نسخه پیسیش انساری ایکس باکس وان بود و اینکه اولین بازی هم بود که ریسپان روش بعد از ترکیدن اینفینیتی وارد کار میکردش و اصلا هم استوری نداشتش 86 بازی خیلی خوبی بود من بهتاشو بازی کرده بودم اون موقع سانست اووردرایو داشتیم بازی که انسامیا اومد انحصاری کردش برای ایکس باکس وان اینم حرکت جالب توجهی بود الان آی پیش افتاد دست سونی آی پی آه. هم افتاد دست, دست سونی. سون. متا 81 پروژه اسپارک که قرار بود دریمز بشه نشد کلا 73 هیلو د مسرچیف کالکشن که الان یکی از مج... مجموعه واقعا قابل توجه الان که کامل کامل خیلی خفنه متای 85 اوری یک متای 88 هشت هشت و اوری 2 متای 90 روز بجز مجموعه فورزا عملا بازی دیگه ای ندارن آه. که تو این لول ظاهر شده باشه نسل فعلی ری ری رو داشتیم که متا 84 بود مجموعه بازی های قدیمی ری گیرز آفار آلتیمیت با بازسازی نسخه اول با گرافیک بروز شده و خیلی خوب متا 82 فورزا موتورسپورت 6 متا 87 هیلو uh, 5 گاردینز متا 84 که به نظرم واقعا زیاد بهش عمر دادم به 84 چون مالتی پلیش هم خیلی ایراد میگرفتن ازش کوانتوم بریک متا هفت و هفت بازی که قرار بود تلویزیون و گیم رو با هم ادغام بکنه و نهایتا کاتسینای های سینمایی فقط داشتش همین بعد 40 گیگ دانلود بکردی تا دا بتونی کاتسین رو ببینی ریکور متا شست فورزا هورایزن سه متا 91 و یک چهار متای هشتاد که خیلی به نظرم ضعیفترین بعد جاجمنت ضعیفترین نسخه از گیرزه هیلو وارز دو متای هفتاد و فورزا موتور اسپورتس هفت متای 86 که میبینین افت فورزا رو کاملا مشهوده موتور اسپورتاش از... عمد. آره موتور اسپورتاش از متای هفتا دو چه؟ آن پنجش کمه ها کانتنت نداشت کانتنت نداشت نه بود بعد توی شیش شد هشت و تو هفت دوباره 86 شده سی آف تیوز متا 69 که مشخصا به خاطر ناقص بودن بازی بودش استیت آف دیکی دور رو داشتیم که خیلی اوف کرد نسبت به نسخه اولش متا 66 من الان میخوام خیلی سری نگاه کنم ببینم متا یکش چند بوده استیت آف دیکی متا یکش 78 بوده بازی که تا اینجا تو باگ بود و افت فریم متاش 78 بود این نسخه 66 شد فورزا هورایزن چهار که بهترین انحصاری ایکس باکس وان 92 کرکدان 360 فاجعه گیرز 5 متا 84 و نهایتا بلیدینگ اج هم که یکی از آخرین انحصاری های ایکس باکس وان رو توسط نینجا تئوری ساخته شده متا 66 از مجموع 27 تا 20 تا بازی متاشون بالای 70 بود یعنی شما ببین بازی ها تقریبا میشه گفت که دو برابره دو برابره و 6 تا دونش پایین هفتاده اینور از 27 تا هفتا هفتاش, هفتاش پایین هفتاش پایین می هفتاش هفتاش کنگو رو نذاریم تو بازی چیزا دارش دارش آره اونجا خیلی وضعه تر و اصلا و اینم بعد در نظر بگیرم که البته یه هم حرفت. خیلی بازی ایکس از انحس اسمن یه بازی داشت اونچن آره آره یه سری این ها رو ما نگفتیم واقعا آره جو هم ایکس باکس وان هم ایکس باکس از این نخودی ها زیاد داشتن ولی خب اصلا قابل اشاره نبودن آره. چون انصاری بودن شما مثلا نمیخواد دیگه دست باشه <تصفح> اینم از این 27 تا در مقابل 48 تا که 42 تا اونور بالا 70 بود این اینور 20 تا بالا 70 بود و خب بعد به این توجه بکنید که اورج امتیازای انصاریاشون رو کافی شما نسل قبلش رو چک بکنید میبینید که اورج 80 خورده حتی در خیلی از موارد بالای 90 و برمیگردیم یهو اینور میبینیم که کلا توی نسل فعلی یه دونه اوری دو بوده که 90 بوده یه دونه فورزا 3 91 بوده و هورایزن 492 بوده دیگه بازی بالا 90 نداشتن در شرایطی که رقیبشون کلی بازی بالا 90 داشت کلی بازی 80 خورده ای داشتن و تعدادشون هم علاوه بر اینساری خیلی بیشتر بوده تازه این در شرایطی که اینساری های ژاپنی سونی و اصلا در نظر نگیریم بازی که مثلا ازشون خبردار نمیشیم اونجوری تو بازار غربی مورد توجه واقع نمیشن که ایکس باکس اصلا تو اون زمینه تعطیلاته با سوی زمان اکسپرس داشا زیاد دادن می‌خواستن ریلیشنشون رو با بازار ژاپن اوکی بکنن دیدن هفته 300 تا دونه ایکس باکس تو کل ژاپن زمان جاپون. ایکس باکس اورجینال هم کلی بازی نسل ژاپنی داشت کلاً اون موقع خیلی دست و پا می‌زد مایکروسافت که بازار ژاپن رو به خودش اختصاص بده ولی واقعا این کار اصلا بازار ژاپن چیزی نیست که شما بتونی بیای واردش بشی دیگه بسته شده درش دیگه میبینی دیگه هم بازی نینتندو بازی سونی جالبش نیگه مثلا هیلوسه بازی پارفروش ها ایکس باکسه. آره. که ایلو سرا دادن فروشش خیلی رفت بالا آره استوری خودشونو بیشتر ملت دوست دارن اینم از این دیگه چیز خاصی نمونده ما یه مقایسه فکر می نمی کنم جای دیگه از این بیشتر و جامعه تر مقایسه کرده باشن عمل کرده مایکروسافت و بخش ایکس باکسشو رو از زمان لانچ ایکس باکس تا الان که دو ماه بیشتر نمونده تا ایکس سریز ایکس ما اومدیم چیا رو مرور کردیم بازی های انحصاریشون تعدادشون کیفیتشون باز، بازی هایی که توی ایتیری ها و نمایش های مهم مایکروسافت به نمایش در اومدن چه حالا انحصاری چه غیر انحصاری خب بالاخره هر کدوم از اونا میتونن به تبلیغات و فروش کنسول ها کمک بکنن و نهایتا یه نگاهی هم داشتیم به اتفاقات و صحبت هایی که توسط مدیران مایکروسافت و به خصوص شخص فیل اسپنسر صورت گرفته بودش چه حالا در رابطه با کنفرانس هایی که داشتن چه در رابطه با محصولاتی که معرفی کردن چه تصمیم هایی رو گرفتن در طول زمانه که توی صنعت گیم حضور دارن چه قابلیت هایی برای اولین بار به شکل معرفی کردن توی این نصف و نسل گذشته و اصلا هم کاری نداشتیم که رقباشون چه نینتندو چه سونی چی کار کردن و چه عمل کرد یا از خودشون به نمایش گذاشتن بحثی که ما داریم بحثی اینه که شاید وجهه ماکروسافت نسبت به چند سال گذشتهش بهتر باشه بین گیمرها ولی عمل کردشون حالا به واسطه مشکلات فنی به واسطه مشکلات مدیریتی تصمیم های بعضا اشتباه اونقدری که باید کیفیت خوبی نداشته و تاثیرش رو به خوبی میتونیم تو فروش بازیاشون فروش کنسولشون و حتی همین گیم پس که ما میگیم یکی قابلیت خیلی مهمیه همین اواخر آرون گرینبرگ و فیل توضیح داده بودن که اونجوری فکر نکنین که درآمد خیلی قابل توجهی داره توی اشل ایکس باکس و اشل مایکروسافت در مقابل پلیسشن ناو که اصلا اونقدری دراش بحث نمیشه خیلی در زایش بیشتر نسبت به گیم پس با اینکه شاید امکانات کمتر و گزینه های کمتری و مشخصا امکانات کمتر در مقابل کاربر قرار بده ولی با این حال فعلا با اینکه گزینه خیلی خوبیه ولی اونقدری که ما فکر میکنیم درآمدزا نبوده در شرایط فعلی باید ببینیم که تصمیماتشون در حالت با نسل باید میشه یه قیمت داریم که هنوز هیچ اطلاعاتی ازش نداریم یه اپ نهایی لانچ کنسوله که هنوز دقیق مشخص نیستش بازیایین که به اصطلاح میگن تو لانچ ویندو مثلا میشه تا 6 ماه آینده لانچ کنسول چی عرضه میشن و اینکه سرنوشت ایکس باکس لایو گولد چی میشه شایعه است که ورش میدارن شایعه است که ورش نمیدارن اگه رایگان بکنه خودش یه پوینت خیلی بزرگه برای کسایی که به خصوص با آنلاین که حتی با بازی کردن. که مخاطب پلی هم پوینت خوبیه چون سونی هم مجبور واکنش نشه دقیقا. دقیقاً همه بحثی که ما داشتیم اون که این رقابت بین این دوتا کمپانی حالا در حال حاضر چون نینتندو جدا کرده توی بازار دیگه داره دست این رقابت بین این دوتاست که نهایتا به نفع گیمرها تموم میشه و فقط دعواش مونده برای ما متاسفانه اون چیزی که باید اتفاق نیفتاده اینم از این پرونده کامل برای دوران مدیریت فیل اسپنسر در برند ایکس باکس و کمپانی مایکروسافت و مقایسش با حضور دام متریک و پیتر مور در زمان ایکس باکس است عملکرد دوتا تا کنسول یعنی ایکس باکس 360 ایکس باکس فان. و تمام اتفاقاتی که میتونه تأثیر گذار باشه روی این که گیمرها چه انتخابی داشته باشند و چه کنسولی رو برای آینده بازی خودشون برگزینن و بخرن فکر نمی کنم دیگه بحث خاصی مونده نایم. باشه من صحبت اونه یه بار دیگه با توضیح در رابطه با کانال ها به پایان برسونم بازی سنتر رو توی یوتیوب دنبال کنید حتما سابسکرایب کنید لایک کنید شیر کنید کامنت بذارین برای ما توی شبکه های اجتماعی مختلف از جمله تلگرام اینستاگرام میتونید هم بازیکس و هم بازیسنتر رو دنبال کنید تو توییتر هم بازیسنتری که حضور داشت بازیکس هم اکانتش راه اندازی شد از این به بعد هم میتونید تمام قسمت های قدیمی و جدیدی که از بازیکس منتشر میشه رو جدای از تصویرش توی یوتیوب از پادکچرهای مختلف از جمله کسب و بقیه مواردی که وجود داره دانلود کنید و گوش کنید تو اسپاتیفای هم هست چون الان میدونم خیلی دارن میرن سمت اینکه اکانت های اسپاتیفای اکانت های ارزونش زیاد شده میفروشن تو ایران خیلی رفتن سراغ اکانت های اسپاتیفای اونجا به جز اینکه موزیک میتونین گوش کنید موزیک های ایرانی و خارجی پادکست های مختلفی هم هستن که یکیش با هماهنگی که صورت دادیم و که انجام دادیم بازیکست موفق شدیم که اونجا منتشر کنیم میتونیم به راحتی استریم کنید و لذت ببرید و حزش رو ببرید خب به پایان این قسمت رسیدیم من فقط چیزی بگم ما واسه قسمت بعدی منتظر یه چیزی هست اگه اون اتفاق بیفته برنامه یعنی این... اپیزود یه از اون اپیزود هست. حال میکنید اگه هم نشه بازم نمیگم با اپیزود بعدی حال میکنید خب ولی خب اون به تاخیر میافته دیگه بعد یک اتفاق بیفته ما اون اپیزود رو بریم دعا کنید که این اتفاق بیفته زودتر دو ماه آینده که تا لانچ کنسول باقی مونده ممکنه مقدار برنامه ریزی ما رو متفاوت کنه لحاظ ترتیب اپیزودایی که میخوایم پخش کنیم ولی خب ما همه تلاشمون بر این هست که روزترین اتفاقات صنعت بازی و به خصوص هواشی پیرامون دوتا کنسول PS5 و Xbox Series X رو پوشش بدیم کامل و اون تر و هم داشته باشیم در کنار مباحث ویژهی که همیشه مطرح میکردیم ممنون که دنبالمون کردید هرجه هستید موفق و سلامت خدا باشید خدا نگهدارتون باشید خدا